دوستان اگه کسی اینجا هست لطف کنه به ما بگه صدا و تصویر چگونه است تا ما با خیالی راحت تر برنامه رو پیگیری کنیم. ضمناً توی برنامه توضیح میدم یا اگه بتونم نشون میدم که دوستانی که تماس میگیرن میگن آقا ما لایک زدیم، شیر کردیم، سابسکرایب شدیم، فالو کردیم، ولی وقتی شما برنامه داری به ما خبر نمیدن اونو دیگه من نمیدونم. یکی از دوستان گفت آقا چرا این فیسبوک نوشته های من رو برای شما نمیفرسته و باونس میکنه، باونس بک مثل چک برگشتی، دیدید اینجوریه. گفتم آقا برای که صاحبش هر کاری دلش میخواد انجام میده، برای که مفته. راجع به این مفت بودن و مفتخوری ما هم صحبت ها باید بکنیم، امیدوارم فرصت بشه بتونیم انجام بدیم. اجازه بدید من هم این صفحه رو اینجا بیارم که شما اگه چیزی نوشتید من بتونم ببینم، هم یه صفحه هم اینجا داریم، اینم بیارم باز اینور یه لحظه دیگه. بازم بیا. آره این آقای اکبری گفت همین روی تو یوتیوب پخش کن. آهان به به آقای اکبری ماشاءالله. من اگر یه روزی آقای اکبری بخوام یه ارتشی را بندازم، یه جنبشی را بندازم، شما یکی از اونایی هستی که استخدامت میکنه، یعنی حاضرم پول بدم برای کاری که انجام میدی. شاهین یکی از اوناییه که میرم ازش میخوام به عنوان خدمت مجانی بیاد کار کنه، چون بنده خدا گرفتاره، بچه هاش کوچیکن، باید برن سر کار. در صورت ممنون و متشکرم. باور میکنی همین الان که من و شما داریم اینجا گپ و گفتگو میکنیم، بذارید بهتون نشون بدم. آقای یه لحظه من این تصویره رو اینجا بهترش کنم، کپچر بگیم سلکت ایریا. ببینید من به شما نشون بدم این یوتیوبی که شما پیشنهاد کردین و من دارم پخش میکنم، ببینید الان هم نشسته 3 نفر دارن نگاه میکنن، ولی اون زیرش سکرین کپچر، بله اون زیرش یک نوار زرد نوشته ارور. یادم نیست به آلمانی ارور چی میگفتیم، چون موقعی که ما تو آلمان بودیم خیلی کر نمیکردیم ارور بوده یا نبوده و اینها، نوشته اشتباهه. حالا بذارید من اینجا باز با این یکی بزنم سکرین کپچر، بعد اینو بیارم. اون یکی نشون نداد، نمیدونم چرا. سلکت ایریا، میگم هر کی هر کاری دلش میخواد انجام میده دیگه. این روزا میگه مال خودمه، مجانیه و الی آخر. ببینید یه لحظه من اینم ببندم، بیام کامرای سه نگاه کنید اون زیر. آها ببینید این زیر نوشته که حالا برو اوپن ویجت. این ویجت هم ما گجت اون وقتا میگفتیم، حالا ویجت میگن. فرقش با گجت چیه من نمیدونم، ولی حالا اونم که اوپن میکنم هیچی نمیگه، میگه که استریم و همه چیز خوبه، یعنی به همون فالس آرا میده. یا میدونید الان یکی از مشکلات بزرگ ماشینا شده سنسوراشون، که به شما میگه انجینت اشکال داره، باد ماشینت کمه، آب ماشین کم شده اینا، و همه این چراغا روشن میشه این جشن صاحب از زمان یا کریسمس اینا. بعد که میبریش مکانیکی میگه نه هیچ چیزش خراب نیست، خود سنسور خراب بود، و یه پول سرسام‌آوری میگیرن که اون سنسور رو درست کنن. احتمالا آقای اکبری چون در آلمان زیبا زندگی میکنه و آقا ممکنه ماه آپریل بیام اونجا، 4 هفته هم میمونم، میخوام دیگه اینقدر بمونم اونجا که همتون بیان من فرودگاه بگید برو آقا ولمون کن، کشتیمون، مردیم، خفه شدیم، برو خونتون. اوکی سلام، همه چیز خوبه؟ اوکی خیلی ممنون. این روی فیسبوک من نمیدونم به اصطلاح کسی هست یا نه، چون این صفحه را اجازه بدید بزرگش کنم اینجوری ببینم. آره روی فیسبوک نوشته ویور 3 تا، ولی کسی چیزی ننوشته. حالا احتمالا نمیدونم دیگه صدا اونجا هست یا نه. دیدی بعضی وقتا یکی میگه آقا صدا نداری، خوب همه مشکلاتی که میگردی. این روزا ویدیوها چون مردم سر کار نگاه میکنن، اکثر برنامه ها ویدیوها رو با بلندگوی خاموش یا اسپیکر میوت
میوت یعنی گنگ، با اون میاد یه ضربه درم روش، شما باید بری اونو بزنی اکتیوش کنی، ان میوتش کنی. حالا من نمیدونم چرا اوپن و کلوز نیذاشتن، آف و آن نیذاشتن، یکیش میگه میوت لال، یکیش میگه ان میوت. خب گویا در هر صورت اینم از این. برگردیم به حال و روز و زندگی خودمون، ببینیم که چه خبر از ایران. سه شنبه است، 16 اسفند، 7 مارچ 2023. من قرار بود که یه برنامه ای رو بذارم روز یک شنبه و به غیر از برنامه خودم یه برنامه یک ساعته یا دو ساعته اکسترا فوق العاده با دوستانی باشیم از بنیاد کودک، احتمالاً خانم میردامادی زنوسی، دکتر نسترن زنوسی، میردامادی زنوسی، و اونایی هست که شاکی هستن که آقا خانم ما پول دادیم به بنیاد کودک که این پولها بره به بچه های فقیر، خانواده های درمانده و فقیر در ایران کمک بشه. اون وقت این پولها رفته نمیدونم آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله کلگنده، آیت الله ریز و درشت، و اونا هم رفتن با این پولها برج ساختن. گویا شکایتی هم شده که من در جریانش بودم قبلا، حتی خود این خانم میردامادی به من گفته بود که ایشون با FBI همکاری کرده تا به اصطلاح موضوع روشن بشه. معمولا این رسمه، یه نفر میاد همکاری میکنه، حتی اونای خودش، دوستای خودش که تا دیروز با هم کار میکردن اینو لو نمیده، چون میبینه اونا بودن که کار خلاف کردن. این میگه خب من که کار خلاف نکردم، میام حالا با قسمت به اصطلاح تحقیق کننده که FBI یا IRS یا هر کی کار میکنه. اینا به من گفتن که یه همچین ماجرایی، ما هم شیرازی صادق گفتیم خب باشه بیان صحبت کنم. متاسفانه همه این دوستان دنبال برنامه مفت میگردن، هم به من میگن آقای هلاکویی گفته که برنامه میذارم، که بذار. آقای فلان تلویزیون گفته برنامه میذارم، برو بذار. نه ما میخوایم بیننده های شما زیاد بشه. گفتم شما زحمت نکش، من نمیخوام برنامه بیننده من بیننده زیاد بشه. برای چی؟ که فحش و توهین و تهدید زیاد بشه؟ یا فکر میکنید بیننده زیاد بشه حمایت زیاد میشه؟ نه، بیننده زیاد بشه بعد شما برو آگهی بگی. گفتم دوباره راه بیفتیم مثل 20 سال پیش، سال 2006، در این مغازه، در اون مغازه، میرم در این فروشگاه، خانمه میگه آقای سربی مشتری نمیاد. میگم ازشون میپرسی که از کجا دیدن شما رو؟ میگه نه. میگم خب پس چرا میگی نمیاد؟ اون یکی میگه آقای سربی شما اینجوری میگی مردم نمیدونم گوشت فلان کباب اون همه کلسترول میگیرن. اون دکترمون گفته بابا نخواستیم این ماهی 100 دلار تو سرتون بخوره، نخواستیم. حالا این دوست ما خانم زنوسی که خیلی هم نیت پاکی داره به من میگه نه، دوستان گفتن، منم با اونها موافقم که شما بیای برنامه مجانی بذاری. اینا نمیدونن من اگر قرار باشه امروز ساعت 12 با شماها باشم، اگه یکی زنگ بزنه بگه آقا بیا یه کار 900 دلاری هست در واشنگتن، میگم ساری متاسفم من نمیتونم امروز بیام. بعدم برو برنامه. گفتم نمیخوام خانم، از این پیشنهادتون ممنونم ولی نمیخوام. بعد میگن نه ما پیشنهاد ندادیم که. میگم بابا شما پیشنهاد دادین، حالا دیگه اگه فارسیتون هم خوب نیست اون بماند. بذار من این کامرای سه رو خاموش کنم، نمیدونم چرا این میاد هنوز. بله هست، همه جا درسته و نمیدونم درسته. این نباید این برنامه که زیرش مینویسه اشتباه هست و اینها بیاد و ما هم اینجا ویجت فلان رو زدیم نوشته ارور وارنینگ هر چی بگی اینجا نوشته، ولی نمیخوام. نه دفعه دیگه من فقط روی فیسبوک پخش میکنم چون خیلی ساده تره. بعد اونو دیگه بعد روی یوتیوب میذاریم، یوتیوب هم دیگه یه جا میشیم. من تازه هفته گذشته متوجه شدم که
خب شاهین درست میگه، میگه آی سربی اون وقتا 1000 تا 600 تا 700 تا میدیدم برنامه ها رو، الان چی شده؟ گفتم خب وقتی یه مدت برنامه ها رو سر روز معین درست نکنی دوستان گمت میکنن. به غیر از این دوستان ما هر چی التماس میکنیم آقا همین الان این سابسکرایب عزام مونده رو زهر ما رو بزن، لایک رو بزن، یک کامنت فقط بنویس یس نو دانک تانک یو مرسی یک چیزی بنویس اون زیر، بعد روی فیسبوک فالو کن، جزء فرندای ما باش که وقتی برنامه شروع میشه به شما خبر بده. نه هر از گاهی بیان برنامه ها رو به صورت ویدیو آن دیمند تماشا کن. بعد یادتون نره بنده الان 66 سالمه، اتفاقا چند روز خیلی افسرده شدم، هم بدنم درد میکرد، دست چپم درد گرفته بود، دارم هفته دیگه میرم نوبت دکتر قلب دارم، یعنی دکتر قلب رفتم، اتفاقا آقای شیرازی کریمی شیرازی بچه قصرالدشت هم هست، ولی اون به هم آزمایش گفته برو که باید 14 هم بره بمان. هم من 66 سالمه، دلیلی که دارم افسرده میشم اینه که پدر من تو 67 سالگی فوت شد، من هم میگم نکنه ما 67 که بشیم ریغ رحمت را سر میکشیم. این ریغ رحمت هم جالبه. خب این تکنیک های جدید و تکنیک های جدیدی که هر روز هم یه چیز جدیدتر بهش اضافه کنن، مثلا شاهین برای من میگه اما این تیک تاک رو بزن. آقا همه اینا رو من رفتم نگاه کردم، اولا تیک تاک رو تو آمریکا میخوان ممنوع کنن، حالا ما تا بیام یاد بگیریم ممنوع میشه. بعدم در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اگه من حرفی میزنم که طرف دوست داره، اگه حرفی میزنم که آقای اکبری دوست داره، میگه من انگار اومدی نشستی اینجا تو خونمون با هم یه چایی میخوریم و گفت چشات چقدر خوب، گفت چشات بادومیه، یاد بادوم افتاد و اینها بمانه، خب اون میاد منو پیدا میکنه، منو میبینه. حالا من اگه برم تو تیک تاک، 5 تا تو تیک تاک میبینم، 4 تا تو اینستاگرام میبینم، 6 تا تو واتساپ میبینم، 2 تا تو تلگرام میبینم، خب این چه کوفتیه. اون موقع ما برنامه که میزدیم به قول این ایرانی ها میگو 40 میلیون نفر بیننده داریم، داور نمیدونم خدا باید بیامرزدشون، آدم خیلی خوبی نبود احتمالا. مشکل سلام جناب سربی، فیسبوک هم خوبه، دمت گرم که هم فیسبوک رو چک کردی، هم اون آقای اردشیر شیخی هم اینجا هست و خیلی خوشحالم که دوستان اینجا هستن. در هر صورت من حقیقتش بهتون بگم کشش ندارم، به غیر از من وقتا مثلا 4 تا کامپیوتر داشتم، الان کردمش 3 تا که کمتر هی این ور اون ور، بابا بدن این مغز چقدر باید همین اینفورمیشن هی بریزیم. البته یادتون باشه میگن ما همه ای که فکر میکنیم مغزمون پر شده حتی 10% استفاده نمی کنیم، اکثر مردم جهان 5% استفاده می کنن. راستی این مردم جهان اگه خدا همه اینا را آفریده، یا حتی برخلاف گفته خدا اون سیستم تمدن رو نمیدونم چی بود، خواستم بگم هاپکینز داروین به وجود آورده، چرا ما هر کدوم یه شکل هستیم؟ چرا یکیش زرده، یکیش سرخه، یکیش سفیده، یکیش دماغش پهنه بزرگه، یکیش گوشش بزرگه، یکیش چشاش تنگه؟ همه اینا رو یه برنامه بسیار خوب ایرانی توضیح داد و گفت که این وقتی همه آدم ها آفریقا بودن، رفتن سیبری، رفتن این و رفتن اونجا، اونی که رفته سیبری یه دفعه گفته واو چقدر اینجا برفه، عینک نداشته از جیبش در بیاره، مجبور شده چشاشو اینجوری کنه. همین چش اینجوری کردن و اینا، همینو اگه نگاه کنید هنوز تا هنوز اونایی که سیبری هستن، اونایی که تو چینا هستن که آفتاب زیاده، ژاپن که آفتاب زیاده، اینا گوشه چشمشون بسته شده، حقیقتا چش تنگ نیستن، یه پلک اضافه نه، پلک خودشون میاد سنگینی میکنه اینجا رو اینجوری میکنه و الی آخر. توضیحات خیلی خوبی میده، حتی درباره رنگ سیاه دماغ بزرگ اینا میگه که اینا جاهایی که گرم هستن باید دماغشون بزرگ باشه تا بتونن بیشتر هوا رو بگیرن، ولی جاهایی که سرد هست دماغا کوچیک میشه. اگه بتونم اسم این برنامه رو پیدا کنم شاید الان تو این بتونم
یوتیوب میدونید که اگر رو تلفنتون باشه میتونید از برنامه‌ای که نگاه کردید وقتی که ساین این بودین میاین اینجا میزنید روی لایبرری یعنی کتابخونه یا هیستوری پیداش میکنی. من ببینم اینو اگه بتونم فرق بین کریدیت کارت و اینها نه اینو نمیخوام اینو. چقدر آدم بدونی که بدونه هی تو این سوراخ تو اون سوراخ نگاه میکنه و بعد که میخواد دنبال یه چی بگرده فکر نمیکنه مثلا بعد این 20 تا ویدیوی دیگه آها چرا قیافه هامون فرق داره. ببینید اینجا رو میزنم وقتی که داره حرف میزنه اینو میفرستم برای مسیج میفرستم برای MTV MTV که خودمونی مردم TV این که اومد من لینکشو تو صفحه نشون میدم یا این پایینم میذارم. ببینید برنامه خوبیه. اون کسی هم که این برنامه رو دور یه چند نفر هستن دوستان واقعا من که تو کار تهیه کنندگی تلویزیون بودم 20 سال بیشتر 25 سال من میفهمم اینا چقدر زحمت میکشن. یکیش آقای علی نوریه این بنده خدا ایران هم هست خیلی همه چی رو نمیتونه بگه. یکی دیگهش یه آرمانی هست دیپ با پادکست من نالی برای ایرانی دیپ پادکست چی آقا یه اسم ایرانی میذاشت. البته خب علی نوری هم گذاشته بی پلاس فلان اینا بگذاریم. سلام همه چیز آها یکی دیگه هم اونجا نوشته سلام کاکو این RPG 7 آقا من نمیخوام کاکوی شما باشم. RPG اگه من میخوام کاکات باشم لابد باید یا کلاشینکوف میگیم. آقای اکبری میگه آقا نگو کلاشینکوف یه چیز دیگه بگو. اب نداره ما اینه که وقتی من میگم کلاشینکوف شما میدونی اون اسلحه روسیه، اگه بگم AK فلان میدونی اسلحه آمریکاییه، اگه بگم GS میدونی اسلحه آلمانیه. ما با M1 و GS و کلت 45 کلت 45 به اصطلاح تیراندازی کردیم و بلدیم. در صورت این اسمای اینجوری یکم از خودتون دور کنید. RPG 7 اوکی وقتی هم وقت نشیم مثل این آقا رضا سرش گذاشته زمین RPGشو کرده هوا بوگن زنش و دخترش خفه کرده. انسان و محیط مکمل هم هستن. این جمله بار معنایی زیادی داره. خب باشه اگه شما میگی ما قبول میکنیم ولی بذارید من براتون این لینک رو بذارم اینجا اینو بعدن حالا نه دستت بره روی لینک من از اینجا میبینم پدر صاحب بچه رو در میارم. بعد از برنامه برید تماشا کنید. گذاشتمش روی قسمت مردم تیوی نه ببخشید فیسبوک. حالا میام روی قسمت یوتیوب. ببین این یکی از همون کارهایی که من ترجیح میدم. میدونید کلن مردا یه کاری رو انجام میدن حالا تازه همون یه کارم درست انجام نمیدن. مثلا همسری صدا میزنه بیا اینجا این چیه بعد میگه حالا من کار دارم داره چی کار میکنه مثلا داره شی ماشینش تمیز میکنه. خب ولکو برو اون کارا رو انجام بده. بیا خانم ها در آن واحد چند تا کار انجام میده. آقا بچه بغلشه بعض براش وقتا دیدی بچه هم داره شیر میده همینجور داره خوراکرم هم میزنه بعضیشون دارن خیاطی میکنن این روزا که با تلفن هم صحبت میکنن نمیدونم واتساپ هم فلان میکنن. به خانم ها میگن مالتای تسکینگ یعنی چند تا کار رو در آن باید انجام میدن. به آقایون میگن آقا این اصلا یه کارم که انجام میده درست دست درست انجام نمیده و دست پاش کسد. من جز اینا هستم ولمون کنید آقا بریم. میگه ما دوست داریم کاک سوربی خیلی ممنون. خب من دیدم میشناسم شما رو چجور بگم مثلا این آقای اردشیر شیخی من خیلی باش نوشتاری در تجریان بودم. اون اکبری که دیگه اصلا من شاید بهتر از دوستای مدرسهش بشناسمش خلق و خوش نمیدونم زندگی خانوادگیش با چه میدونم آلمان چجوری اومده و درس خونده و این نرفته بود پاسپورت بگیرید تا یه روزی من نصیحت کردم گفتم بابا بگیرید ضرر که نداره. بعد گفت حالا شما گفتی من رفتم پاسپورت گرفتم. مثل رضا پهلوی دروغ نگفته بود به مردم که من حتی پاسپورت هیچ جا را نگرفتم. حالا یه پاسپورتش اومده بیرون پاسپورت مراکش و فلان بیستار اینا رو از آقای انصاری سوال کنیم ببینیم داره یا نه. میگه من بیننده قدیمی شما هستم منو میشناسی رو فیسبوک با هم صحبت. والا اینجوری نیست که من یه بار با یکی صحبت کرده باشم اونو بشناسم. اصلا این کلمه شناختن یه هنرپیشه هست
علی صادقی هست یا محمد صادقی. من از این خیلی خوشم نمیاد، فکر کردن نقشایی که بازی میکنه خیلی لوسه، بیمزه است، ولی وقتی آوردش توی مصاحبه خاطره ها باهاش صحبت کرد، دیدم این بنده خدا از 10 سالگی هنرپیشگی رو شروع کرده. بعد خیلی جالبه، میگه اومدن تو اول رفیع، نادر رفیع گوش کن، میگه اومدن تو مدرسه ما گفتن کی میخواد تو فیلم بازی کنه؟ تو همین ایران، تو جمهوری اسلامی اینجوریه. میرن ببینید چقدر هنرپیشه های موسن، چقدر هنرپیشه های بچه و چقدر قشنگ بازی میکنن. نیومدن چون آقای نادر رفیعی باباش نمیدونم کارگردان بوده، چون آقای فلانی باباش سرهنگ بوده اون بیاد بازی کنه. بعد میگه همه دست بلند کردن، میگه این آقای، میگه من چون کوچولو بودم جلو میشنستم که تابلوی ببینم. میگه گفت تو چرا دست بلند نمیکنی؟ گفت من از این فیلم هایی که شما درست میکنین خوشم نمیاد، من فیلم چینگین چنگ چینگ چنگ لاو در میکاراته. یا گفته بلند شو بیا ما فیلم چین چنگ و اینا، و حتی یه فیلم هایی درست کردن و بازی کردن، یه همش هم راجع به جنگ و اینا بوده. بعد دیدم چه هنرپیشه قوی هست، من حالا یه مشت پرم چیز شده بودم در اصلا نمیدونم چرا اینو گفتم. آها، راجع به شناختن بود. اون آقای گفت چی شد و اینها، خیلی هم شوخه. گفت شما کجا دنیا اومدی؟ گفت تو بیمارستان. یادم بهروز بوسوقی یه دم بهش گفتن شما چجوری به سینما راه پیدا کردی؟ گفت خب یه بلیط خریدم رفتم داخل. اینا دیگه شوخیایی که بعد یه مدت تکراری میشه. بگذار. گفت که خب حالا چی شد این مشهوریت و اینا برای تو چی آورد؟ گفت اولش طرف میگه منه که میدید یادش نمیاد من کیم کجا هستم. میگه بعد میگه این اونا ها، بعد این میگه این اون فلانه، هی به ترتیب اسم و اینا. بعد میگه مشکل اینه که همهشون منو میشناسن، حتی خلقیات منو میدونن، ولی من اینکه اینا رو نمیشناسم. حالا هم که دیگه همه پشت ماسکن. این برنامه که من میگم مال دوره کووید بود. در هر صورت من ممنونم که شما بیننده ما هم بودی یا هستی. یک گله ای دارم، اگر از خارج از ایران هستی چرا تا امروز حمایت نکردی؟ اگر داخل ایران هستی احتیاج به حمایت ندارم، بچه های خوی رو حمایت کن. الان شب عیده، بچه هایی که کفش ندارن، کفش چرمی تبریز نمیخواد براشون بخری، یک گالش کفش ملی براشون بخر، یک کیف و کتاب و درس چیزی بخر که این 13-14 روز تعطیلی بعدش که میخواد بره کتک نخوره. که مشق عید رو این کوفتی ها نمیدونم، معلم ها هنوز هم مشق عید میگن، میگو رونویسی، برو از رو کتاب بنویس. یکی های دیگه که از اون احمق تر بود میگو نقاشیش هم بکش. حالا بعضی ها میگفتن این میخواد ببینه اگه شما استعداد داری استعدادت شکوفا بشه. آقا من دفتر نداشتم که بخوام حالا استعدادم شکوفا بشه. در صورت وضع عجیبی داریم، اوضاع خیلی خرابی داریم. باز برگردیم سراغ بنیاد کودک. ما آمدیم براتون نشون میدم. اولا خانم زانوسی هر وقت یه پیام میفرسه، پیام بعدی میگه براتون گذاشتم توی چی اسمش؟ توی تلگرام، شما باید برید تلگرام. پیام بعدی رو میگه براتون گذاشتم تو واتساپ. خلاصه یه دوری میزنه همینجوری. ترکیه سوار تاکسی شدم، از دم هتل که سوار شدیم اوبر نبود که چیز کنیم، یا روز اول بود هنوز اوبر اونجا چیز نکرده بود. تلفنم سوار تاکسی شدم، دیدم تاکسی ما رو چرخون. آقا من در زمان دانشجو خودم راننده تاکسی بودم، بهش گفتم آقا داشت اینجا من دو بار تا حالا چرخیدم، شما ما رو نچرخون، اونجا که رسیدیم ما دو بار پول میدیم. خندید و انگلیسی هم یکم بلده، خندید و ما رو برد. حالا این دوست ما خانم میردامادی هی از اینجا میپره ندت اونجا، از اونجا میپره ندت اونجا، میگه اینجا نمیشه پیام گذاشت، اینجا نمیشه نوشته طولانی گذاشت. خلاصه ببینید دوستان، منو بردن توی صفحه‌ای، بذار من این صفحه رو به شما نشون بدم. هوپفولی کار میکنه. سلکت ایریا. خب ما اینجا رو به شما نشون میدیم که جنبه عمومی داره، چون من خیلی چیزای خصوصی هم ندارم دیگه، چیز خصوصی وجود نداره. شما این روزا میخوای بری یه صفحه‌ای، همون اول کار ازت میپرسه که ما میخوام همه سیجری بیجری، سیجری بیجری از کجا اومده، معنی چیه؟ خب ببینید این صفحه رو ایشون برای من فرستاده. این بالا من که بلد نیستم که بهش میگم خانم من تازه واردم به این، من یه بار استفاده میکنم میرم دیگه نمیام سراغ
چی بهش میگین واتساپ نه تلگرام تا یکی دیگه بگه آقا برات یه فیلمی فرستادم برم اونجا. اوکی نگاه کنید یه صفحه هست بعد میگم خانم کجاست اینجا همه چی، یکی راجبه چجوری پاسپورت بدوزم، یکی چجوری پاسپورت کپی کنم، یکی چجوری زن بگیرم، یکی چجوری زنشو بیاره، یکی چجوری زن دومشو میخواد بیاره، زنی اینجا گرفته قاچا ایناسو. گفتن نه شما بره این بالا، این بالا اینا یه چیزایی رو پین میکنن، پین این پونیس یادت میگفتیم، پونیس میگفتیم چی میگفتیم، این پین همونه، سنجاق میکنن پونیس میکنن واده به هرچی، ما هر کلمه بلد نیست. گفتیم اوکی، ما اومدیم اینو زدیم دیدیم ای وا مصیبت ها. دوستان نگاه کنید این خانم نسترن میردامادی زنوسی انتظار داره من بزنم کنار جاده بشینم همه این چیزایی رو که اینا دو سه ماه دارن موی همدیگر رو میکشن من بخونم. وقتی اومدم اینجونم ننشتود 2000 فلان اینا. خب مثلا ببین آقا سرطان پروستات داره، اون یکی نوشته نیاز به بخاری دست دوم داره، اون یکی نوشته 71 ساله سرطان حنجره داره، این یکی نوشته علی 58 ساله نابینا. هم خود خانم زنوسی اینا رو نوشته. خانم زنوسی عزیز من، شما وقتی زیاد مینویسی توجه ها رو پراکنده میکنی، این فوکس یا به اصطلاح دقت رو از بین میبری. anyway ما بالاخره فهمیدیم چه خبره، دیدیم این دعوای هست که اینایی که پول دادن به سازمان بنیاد کودک حالا فهمیدن پولاشون رفته تو جیب آیت الله و حالا فهمیدن که پولاشون اونجایی که بهشون گفتن نرسید. ما گفتیم خب برین شکایت کنید، رفتیم یه کمی بنیاد کودک رو نگاه کردیم دیدیم بنیاد کودک نوشته که اینها شکایت ازشون شده دادگاه رفتن، دادگاه گفته شماها کار غیرقانونی کردین، اونا هم گفتن بله ببخشید ما بلد نبودیم، جریمه شو میدیم، جریمه رو دادن، گفتن 2.5 سال هم زندان، گفتن حالا یه تخفیفی به ما بده، گفته به جاش 1 سال برو زندان خونگی، یه مچمند مثل سگ میبندن به پات هر جا بری چکت میکنن. ما آمدیم نوشتیم که خب با همه اینا ما حاضریم صحبت کنیم، ولی من اینجا چی کاره هستم؟ من اینجا مادریتور هستم، برنامه گذارم، قاضیم، هیئت جوری هستم، هیئت منصفه میگفتن تو ایران چی هستم. بعد گفتم خب حالا ما شنبه یه شنبه وقت کردیم و رفتیم یکم بیشتر مطالعه کنید، این پایین هم نوشته 5 تا دیگه هنوز مونده، دارم میام پایین تا این 5 تا رو چش به هم میزنی برمیگردی دوباره 5 تا 6 تا 10 تا 1000 تا وایس اف امریکا 300 تا برات میاد. حالا بگذاریم بیا این پایین ببینیم این 5 تای آخری چیه، ماشاءالله که 1 تا 2 تا 10 تا هم نیست. بله حالا ببینید چی نوشته، چطوری میشه ویزای فرزندتان از آمریکا برایتان دست بی. خب من چه میدونم. یکی دیگه نوشته درود ارادت خدمت همه اعضای گروه، پیش بیش از هر چیز از همه عزیزان عذرخواهی میکنم که مد طولانی است، اما به دلیل تعهد ما به بیش از 10,000 کودک لازم است. این باز به کودک ها میخوره. خلاصه ما آمدیم بعد از تحقیقی که قرار نبوده من انجام بدم، کسی به من پول نداده برم تحقیق کنم، از وقت خودم، از جون خودم، از عمر خودم گذاشتم، رفتم نشستم اینا رو تا اونایی که راجع به کودک بوده، اولا شما نخود و لوبیا و همه رو کردی خاطی یا آش بابا جون یه صفحه جدید درست کن فقط برای اون. بگذاریم خوندم بعد نوشتم که دوستان به اینا گفتم خب کی میخواد بیاد، کی پول برنامه رو میده؟ معلومه که بنیاد کودک، تازه اگه بیان که نمیان، چرا بیان به من جواب بدن؟ مگه من مرجع قانونی هستم؟ مگه من پلیسم اینجا؟ مگه من دادگاه هستم؟ دعوت میکنم میگم بنیاد کودک بیا، مینیسه ما به خاطر این دادگاه رفتیم حرفی برای گفتن نداریم. خب دیگه باید چیکار کنم؟ تفنگ بردارم برم خونهشون شلیک کنم؟ ما آمدیم نوشتیم که آقا بعد از 2 روز بررسی من به این نتیجه رسیدم که این یه پرونده‌ایه که یک بار در دادگاه آمریکا یا دادگاه به احتمال زیاد دادگاه فدرال بوده،
رفته دادگاه، به اصطلاح به نتیجه رسیدن، حکم صادر شده، شاه مرد، قصه خلاص. بعد شما نمیتونی یه نفر رو به خاطر یه جرم دو بار ببری دادگاه، این یادتون باشه. ولی شما طرف رو میبرید دادگاه، دادگاه اینو میگه آدم کشته، مثل اوجی سیمسون، خوب پدر خودشونو در میارن، پول ملت رو که تلف میکنن، بعد میگن نه دستکش اندازش نشد و خشک شد و فلان، اینا میاد بیرون. ولی پدر اون خانمی که کشته شده اینو میبره تو دادگاه سیویلین کورت، دادگاه های یکم چیزش پایین تره، محلی فلان، اینا بگذاریم. ما اینو نوشتیم برای دوستان، چون خانم چیزی که به ما پیشنهاد میده شما اینا رو بیار، بیننداد زیاد میشه، بعد برو تبلیغ بگی پولدار میشی. گفتیم خیلی ممنون، این پیشنهاد شما رو ما نمیتونیم در این زمان قبول کنیم. بعد میگن ما که پیشنهاد ندادیم. گفتم بابا هر چی اسمش میذاری، این کتی که برای ما دوختید ممنونم، ولی من الان گرم نمیپوشم. چی بگیم ما به این ملت؟ حالا تازه ایشون دکتر مملکت ماست، خیرخواه مملکت ماست، کمک میکنه. اوکی. بعد برای من نوشتن که آقای صوبی وقتی شما گفتید که باید یک کسی بیاد هزینه بده و بنیاد کودکم تعهدی نداره که بیاد در برنامه ما، خیلی ها نوشتن که حتما تلویزیون مردم و آقای صوبی هم با بنیاد کودک و آخونده هستن. گفتم خانم زنوسی شما وقت تو این برنامه گذاشتید، خیلی ها من گفتن خانم زنوسی که اینجوری میره آزادانه ایران و میاد و اونجا بیروسری و با نمیدونم آرایش و فلان اینا با آخونده هست. خب من که اینجا نباید جواب احمقان رو بدم. گفتم خب با آخونده هست، با آخونده هست، چیکار کنم؟ شما لازم نیست برای من دفاع کنی. من میگم نه من برای شما دفاع نکردم. میگم خب پس چرا به من میگی؟ ولش کن خانم، اگه شما پولی دادی برو اینا رو تو سیویل کورت، شما که ماشاءالله پولداری وضعت خوبه، اگرم نمیخوای پول بدی بگرد یک وکیل پیدا کن، وکیلی که بیاد کانتنجنسی. دوستان امروز ما یه میکروفون دیگه استفاده کردیم، این میکروفونی که رو سر دوربین بسته شده، صدا بهتر از برنامه قبله یا فرقی نمیکنه؟ چون روزهای دیگه من یه میکروفون کوچولو اینجا داشتم، میخواستم اذیت کنم به شاهین، یه دفعه شاهین اذیت کرد به دیگران، یه گوشی بذارم رو گوشم از اون گوشیایی که تو رادیو میذارن و یه میکروفون بزرگ بذارم اینجا، یه بشقاب از این فیلترهای پاپ بهش میگم پاپ پاپ، یه بشقاب بذارم اینجا، بعد به شما بگم صدا خوبه، وقتی گفتی چیه یکی یکی اینا رو بکنم بنزم، بگم آقا این با همین میکروفون کوچولو نمیدونم 18 دلاری یا 20 دلاری همین صدا میشه، چیز کنیم با همین دوربین 300 400 دلاری میشه تصویر داشته باشید، بریزید بیرون. این البته یادتون باشه اگه این کارا رو نکنن، خیلی ها میگن بابا این که چیزی نیست که یه دوربین با تلفنش داره نمیدونم برنامه میذاره، اونا هم حق دارن. کی درست میگه کی غلط میگه من نمیدونم. خب ببینیم اینجا میگه چی. همشهری هستیم، من از ابی بردی هستم، یک زمانی تو منچستر مسنجر زیاد با هم صحبت میکردیم، من از زمانی که شما در تلویزیون داور بودید خیلی ممنون. آبای بچه های بولبردی هم خیلی همه با غیرت و با مرام و آدم های خوبی هستن. آقای خوبیاری هم از اونجا همکار من بود، اون البته انباردار بود تونرسن. آقای سوربی چرا دیگه مثل قدیما با کسی مصاحبه نمی کنی؟ من چهره آقا مصاحبه، ببین الان دیگه اونا یاد گرفتن، مثلا آقای فخرآور دیگه نمیره با کسی مصاحبه کنه که مچشو باز کنن، خودش میشینه برای خودش برنامه میذاره. یعنی به شکرانه یا به یمن این که هر کسی یه میکروفون داره، دیدی گو ما هر کدام یه خبرنگاریم، دیگه چرا بیاد یه جایی که مچشو بگیرن؟ میاد حرف خودشو میزنه. اونی که میگه میخواد حقیقت بگه میگه آقا من میام اینجا حقیقتو میگم میرم، اونی که میخواد دروغ بگه میگه من میام اینجا دروغمو میگم میرم پولمو میسازم، چرا بیاد خودشو گیر بندازه؟ از طرفی آقا من حق دارم بگم من اون موقع نادان بودم، من اون موقع احمق بودم، اون موقع میمدم،
مجانی مینشستم برنامه بذار، تماس بگیر، قرار بذار، همه اینا یه مشت کوفتی، یکی تلفنش درست نبود، یکی نمیدونم میکروفونش درست نبود، فلان اینها همشون هم پرمدعا فکر میکنن حالا میان تو تلویزیون شما درست همین برنامه خانم زنوسی و بنیاد کودک و این آقای عشقی و اینا نمیدونم، خلاصه چرا دیگه اون کارو بکنم؟ من آقا حرفی برای گفتن دارم، من نشستم نوشتم، از بسم کاغذ کوچیک بوده این کاغذ رو پتیک عزیز وقتی چک میفرسته، ما یه بار به پتیک گفتیم آقا شما وقتی چک میفرسی چک توی پاکت کوچیکه این تو پسخونه پاره میشه، تو پاکت بزرگ میذاره، چک رو توی کاغذ میذاره، ای کاش بدون تعارف میگم، ای کاش 100 تا ایرانی مثل پتیک ما تو ایران داشتیم منظم. دیروز عکس گرفته بود نشسته بود عقب پیکاپ تراکش نهار میخوره، یا نه گفت من اینجا نشستم نه خدایگان هستم نه آریا مهرم نه نه سایه خدا هستم نه خایه خدا هستم، خودمم، چه لذتی میبرم؟ گفتم آفرین، شما نشستید تو پیکاپ تراکی که از کار کردن اینو خریدی، الانم از کار کردن نهار خریدی، نشستی اونجا میخوری. ما به این آدم ها احتیاج داریم، نه شازده و فلان، ولی چه افتضاحی شده، حتما این برنامه شازده خانم مسیح علی نژاد دیدی چه چوبی تو آسینت رفت، منظور از آسین که میدونی چیه، دیدی چه جوری آبرو تو بردن، مسیح بگو جاوید شا، مسیح بگو جاوید شا، خانم مسیح دیدی چه جوری عکس ثابتی رو آوردن بزرگش کردن، دیدی چه جوری دارن به مردم دهنکجی میکنن که ما شاه اللهی اگر شاه رو آوردیم اولم میریم اونایی که شکنجه میکنن میاریم. برید آقای حامد اسماعیلیون زن و بچت از دست دادی، خدا رحمتشون کن، احتمالاً یه پولی هم دولت آمریکا و کانادا میده یا دولت کجان اون یوکرین میده مال هواپیمایی یا ایران میده، اون پولا رو هم بگی بگر یه خانم حسابی هم پیدا کن، یه زن حسابی هم پیدا کن، ازدواج کن، دیگه دخترم نداری که بگی دخترم مال بدبخت، دیگه خودت از این بدبختر نکن، خودت با اینا اون وقتا میگفتن آلوده نکن، آغوش آلوده نکن، اینا کثیفن. برید دوستان حتما این برنامه پرگار، یک کسی لینکشو بذاره اینجا که آقای داریوش کریمی با یه خانمی به نام نمیدونم چی خانم پیرن مردونه هم پوشیده، حالا درست رنگش چیه ولی نوشته بود فکر کنم سردبیر ایندیپندنت فارسی، خانمه اصلا اگر یه وقت دستش خون بیاد از هر قطره 6-7 تا شاه میچکه بیرون، بعد میگه ما که شاه از اون شاهان نمیخوام، ما شاه پارلمانی میخوام، برو خانم خجالت بکش، ما در این 2500 سالی که تاریخ نوشته شده داریم یا 7000 سالی که تاریخ داریم یک شاه درست حسابی نداشتیم، هر کدومش شما بگی من میارم اینجا رو میز تشریح میخوابونم بهت میگم که چه گویی بوده، حالا یکیش رفته نمیدونم نادرشاه دهن هندی ها رو سرویس کرده، یه مش چی از اینجا آورده، کوروش رفته یه جای کشورگشایی کرده بعد برگشتن دهن ایرانی ها رو سرویس کردن، آخریش هم که این دوتا پهلوی بودن ریدن به قانون اساسی و ریدن به مشروطه، برید خجالت بکشید خانم، هرچی هم بهش میگن میگه خب من اون موقع که نبودم، من که آقای ثابتی رو نمیشناسم، طرف میگه آقا من اینجا زنده نشستم جلو، من میگم این ما رو شکنجه کرده، عجب اولاقی هستی خانم، ببینید. خب مرسی 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 آی سول، ماجرای این مجاهدین چیه؟ چرا چند تا نماینده آقا اینا پول میدن، یعنی دیگه شما اگه این همه برنامه من رو نگاه کردی نمیدونی که مجاهدین سالها پول میدن، آقای بهشتی اگه اشتباه نکنم نوشته بود که این آقای فلانی که رفته اشرف سه بازدید کرده اون بیچارهایی که اونجا هستن هنوز خوشحال دست میزنن که ما اینجا داریم میمیریم یکی به فکر ما هست، نمیدونه اینا پولهای سرسام آوری میگیرن برای ربع ساعت، وقتی هم میان براشون برامون تعریف کردن که براشون خانم میبرن براشون خوراک میبرن با هواپیمای فرست کلاس، آقا این چی میگی شما ماجرا چیه؟ بعد این شما مثلا همین شازده شلغم رو ببین بلند شده رفته بلژیک، نماینده پاپولیست اینایی میشن که عوام رو گول میزنن و اینها،
یه نماینده تندروی مثل ترامپ، حالا اونجا نماینده مجلس مرد که کچل کوتولو اومده یه سبدی، این توته میگفتیم تو آلمان، نه یه توته ای داده دست این، بعد میگه ما این فقط به مقام های خوب میدیم ها. دلم میخواست باز کنه نشون بده چیه. اینجا شما هر نمایشگاهی میری، اینجا نمایشگاه آبجو میذارن، وقتی برمیگردی دو تا کیسه پر آشغال داری، از تیشرت گرفته، از نمیدونم لیوان مشروب گرفته، از کفگیر گرفته، از فلان گرفته، از جای بدبخت رضا پهلوی. بعدم اومد اینجا دویدن رفتن جلوش، زنش هم خدا میدونه حالا دو هفته که این کجا بوده چقدر یوگا بازی کرده، اومد که به اصطلاح جای چی خالی نباشه. دوستان اینجوری بهتر نیست آدم بدون فکر و کراوات بیاد؟ یادم قدیما من دوست داشتم، چون اینجا یه کم چروک شده، میدونی من اینجا جراحی کردم، دکتر روح، آه فامیلی داره یادم میاد، روح پرور که نه، دکتر روح چی چی توی بادکبوتسناخ آلمان به من گفت سوربی اینجا جراحی نکنی، یا اینجا از پشت گردن واز میکنن و فلج میشی، بیا نگاه کن. برد من یه دکتری هم که بیچاره ویالون میزد فلج شد، نشون داد، گفت ببین من با ورزش و کلیمی هم بود، با ورزش و اون کورهاوس، اینجا میگن کیور، کورهاوس و اینا که خیلی گرون بود، ولی اینا دکتر آلمان اینا وقتی نسخه میسن مجانی، نگه دار خودت اونجا که رفتی. اومدیم اینجا سال 87 جراحی کردیم، اینجا هم یه چای که ممکنه هیچ که نفهمه، ولی خود آدم که میدونه، مثل اینا که میرن جراحی پلاستیک میکنن، خود آدم ما یه دفعه این دکمه رو بستیم اینجوری نشستیم، یه نفعه بروز تصویرم ببینم رو. کجا هست بسن نمیدانم، آها ببینم یه لحظه این صدا اینو ببندم. خب بیام اینجا، نمیدونم اینو آره نشون میده، یکی زنگ زد از این برنامه های زنده، آقای سوربی چرا دکمه بالاییتون میبندین؟ گفتم وقتی من این پیرنه رو خریدم برای این دکمه هم از من پول گرفتن، تازه یه دکمه دیگه هم اون زیره که اگه این دکمه ها افتاد اونو استفاده کنم، شاید یه روز اون دکمه رو آوردم بستم یه جایی. آخه مرد حسابی، مرد ناحسابی، به تو چه که من چجوری دوست دارم لباس بپوشم، به تو چه که من دوست دارم چه، همین آقایون اینا مدعی هستن که آزادی زن زندگی رو میخوان، جنبش زن زندگی آزادی رو میخوان. دروغگو آقا، همه دروغگو. امروز شاهی برای من یه چی فرستاده بود بهتون نشون میدم، برایش نوشتم شاه اینجا خود منم مثل تو بعضی وقتا میفتم تو دام اینا، ولی تو واقعا فکر میکنی چرچیل فرستاد یه نفر رو بره آشپز نمیدونم قاجار رو بیاره بگه ما مردم ایران رو چجوری فریب بدیم، اون بگه نمیدونم برای به جای 1000 تا خوراک 4000 تا درست کن؟ آخه بابا عقلمون کجا رفته؟ این روزا هر کی هر مزخرفی هر کاس شعری میخواد بگه، میگه گاندی گفت، کوروش گفت، جورج واشنگتن گفت، این گفت، اون گفت، نمیاد بگه بابا من این از یه جای پیدا کردم، نمیدونم اصلا کی هم گفته، نمیدونم درسته یا غلطه. یا اول خودت فکر کن ببین به مغزت میرسه درست باشه، اگه بود اصلا از قول خودت بازنویسیش کن. آقا اینجوری نیست که من و شما هر چیزی رو چرچیل یه نفر فلان اینجوری نیست که بابا چرچیل چی کار داشته به آشپز فلانی، اونا اون بلایی رو که با سر ما می آوردن، برین ویدیوهای همین آقای علی بندری رو ببینید، ببینید چگونه ایران رو به سه قسمت تقسیم کرده بودن. اصلا انگلیس با آمریکا گفت تو چی کار هستی، ما اینجا 100 ساله داریم حقوق میدیم، وقتی که روسا حقوق قزاقا رو ندادن گفت ما حقوقشون رو دادیم، چون اینا اسلحه مسلحه هم داشتن شورش میکردن، اومد بالا رو داد به روسا، این وسط رو گذاشت برای ایران، پایین انگلستان، تازه همین وسط رو انگلستان دخالت میکرد. اون وقت شاهین عزیز تو فکر میکنی انگلستان، یونایتد کینگدوم، بریتانیای کبیر، یک احمقی اونجا به نام چرچیل میفرسه آشپز مظفرالدین شاه و نمیدونم فلان
نکنید آخه، به خودتون توهین نکنید، به من توهین کن. شنیدم خامنه ای گفته بهش توهین کنن کاری نداشته باشه. بیچاره اینو مصدق اولین بار گفت، گفتن روزنامه ها رو آزاد گذاشتی بفرمایید، حالا بهت توهین میکنن. گفت اب نداره، بذارید اینا توهین کنن، اینا تازه از قفس در اومدن، حالا هی میدون این ور و ور، هی میپرن این ور و ور، یکم که خسته شدن استراحت میکنن. اون مصدق، حالا ببینید ما با کیا با سر کله بزنیم. انقدر گفتید اگه کار خودشون نیست چرا کسی رو نمیگیرن، گویا امروز چند نفر رو دستگیر کرده. ولی یه دانشجوی حرف قشنگی زد، بهش گفت آقا اگه شما ها میگین کار شما ها نیست، پس خیلی حکومت بی عرضه‌ای هستین. اینم اگه کسی میدونه لینکشو پیدا کنه. خیلی ممنون. آه لینک خودم رو دیدم، فکر کردم شما ها گذاشتین. بذار من اینو بیارم پایین بینم چیزی اگه هست بخونم. نه خیلی هم خوب، اینجا روی فیسبوک قشنگتر نوشته میشه، بهتر دیده میشه. من برنامه آینده رو اینجوری انجام میدم، روی فیسبوک پخش میکنم، مردم تیوی رو، یعنی به حساب شخصیم شروع میکنم، بعد لینکشو میدم به مردم تیوی، بعد اینجا باهاتون کلکل میکنم، بعد که برنامه تموم شد ضبط شده شو میذارم روی یوتیوب. حالا اونجا 500 تا ببینن، 600 تا ببینن. یه چیزی اینجا بود به شاهین نشون دادم، دیگه خجالت کشیدم به شما نشون بدم که مثلا 1000 خورده ای نفر اومدن اینو دیدن، 10000 نفر اون اومدن دیدن، 8 دلار خورده ای یوتیوب میخواد به ما بده، تازه بغلش مینیسه انقدر ممکنه. دیدید آگهی میکنن 15 دلار ان اپ، مثلا تعویض روغن، اینجا مینیسه 25 دلار ان اپ. 25 دلار شما میبینیم میپیچی تو، بعد میگه آقا تو گفتی 25 دلار، میگی نگاه کن کنارش نوشتیم 25 دلار بالاتر. اینجا وقتی برای تو مینیسه 9 دلار ساختی، برای شاهین نوشتم یه وقت اگه اسم منو توی 400 تا پولدار دیدی، اسم منو تو مجله های چیز دیدی، چیز نشی، به اصطلاح سورپرایز نشی، نگاه کن چه پولای من میسازم. این از این. حالا شایدم بهتون نشون دادم. خب بذارید من با احترام به تمام این دوستان تلگرامی اینو ببندم، چون به نظر من این یک دعوای شخصی و دعوای بی هدف هم هست. یعنی اگه طرف هدف داشت، آقا شما خانم شما توی مملکتی هستید که قانون حکم فرماست، خب برو دادگاه. این دادگاه نشد اون دادگاه، ولی شما رفتی دادگاه، تو دادگاه شما اون باخته ولی جریمه رو داده، حالا اومدی به من میگی سربی این چوبو بگی بزن تو سرش. آخه من چه کار هستم؟ من اولا انقدر اون موقع احمق نبودم که به اینا پول بدم. بله کمک زیاد کردم بهشون، بچه نابینایی رو از ایران آوردودم، بچه فلجی رو آوردودم، من تو برنامه ها براشون پول جمع کردم. ولی اونی که میخواد پول بده وظیفه اونه تحقیق کنه، و من کسی هستم که همیشه گفتم دوستان شما مجبور نیستین به این سازمان ها پول بدین، به فامیلتون، اصلا از فامیل شروع کنید، زنگ بزنید کمک میخوای فلان، البته قربونش برم فامیلا یه بار که کمک کنی دیگه ولت نمیکنن، اون یکی عروسی داره میخواد از تو پولشو بگیره. آقا عروسی تو کوچیکتر بگی، اون یکی زنشو طلاق میده میخواد از تو مهریه بگیره. ببخشید ها اصلا خندم گرفته بود، میگفت فلانی با فلان دیگران چی بگم به خودت، برای همین دوتا فامیلی هم که ما داریم از خودمون چیز کنیم. خب بیایم دوستان بعد از بنیاد کودک و اینها 45 دقیقه من حرف زدم، تنها چیزی که گفتم از این کاغذ خودم نوشته بود سه شنبه 16 اسفند برابر با 7 مارچه، اینو من فقط گفتم، اینو خط بزنیم حالا باقیشو بیاریم. خب دوستان اگر شما مثل بودایا باور داشته باشید که این زندگی که تموم شد دوباره به دنیا میای، ولی ممکنه در پیکر یه شهر سنگ باشی، در یک کشور دیگه باشی، فلان باشی، اینا واقعا اگه فکر کنید قبل از این زندگی زندگی دیگه ای داشتید، امروز که دارید زندگی میکنید به نظر شما الان تو بهشت هستید یا تو جهنم هستید؟ من خودم فکر کنم تو بهشت هستم، البته بعضی وقتا از جهنم هم گرمتر میشه، شاید بهشت هم همینجوری باشه. خیلی که نشستی هوا و چی میگن مفرح و چیز بود، یه دفعه پیچ زیاد میکنن گرمت بشه عرق بریزی که قدرشو بدونی. در صورت من باور دارم اگر این زندگی پس از زندگی قبلیم هست، من الان تو بهشتم. شما کجا زندگی میکنید؟
بهشت هست براتون یا جهنم. خب آیا اینجا بهشت است یا جهنم است؟ آیا شما زندگی قبلیتون رو به یاد دارید؟ خب توی این چند روزی که گذشت، کریستین امانپور، همین خانم امانپوری که میگه من 10 دلار داشتم اومدم خارج، خانم امانپور آخه خجالت بکشین. شمایی که با اون پدر پولدار، شمایی که خواهرتم خارج بوده، از ایران که اومدی یک کیف داشتی و 10 دلار پول بگذاریم، حالا بعدم رفته با پول به جای خواهرش ثبت نام کرده و موفق شده و حالا هم که موفق شد شوهرش طلاق داد و بگذاریم، بعدم رفت ایران گفتن رفته خونهش رو بگیره، من نمیدونم، بعدم حالا میاد با اینا مصاحبه میکنه. همین خانم چند مدت پیش با رئیسی میخواست مصاحبه کنه، رئیسی گفت تا رو سری نپوشی من میام، مصاحبه نکرد. ولی حالا این امیر عبداللهیان نمیدونم کودن زبل اومده باش مصاحبه کرده و انگلیسی حرف زدنش بماند، اینم هرچی دلش خواست به اون گفت، گفت شما دروغ میگین فلان. نه خب حالا چی میشه؟ هیچ. آقا خانم مگه اینا از دروغ گفتن واهمه ای دارن؟ مگر ترسی دارن؟ مگر ابایی دارن؟ هرچی دلشون بخواد دروغ میگن. اتفاقا 7 تا چی هست راجع به دروغگوها و اینا؟ یکیش اونیه که مجبور دروغهای متفاوتی بگه تا افراد گوناگون رو خوشحال نگه داره، یکیش اونه که دروغگوها یادشون میره به کی چی گفتن و کی گفتن فلان اینا. ولی 5 تا دیگه از نوشتمش یه جایی براتون پیداش میکنم. آقای شاهین فاتحی گرامی، آقای فاتحی خوبی؟ خوشی؟ کاکو جون شما چی هستی؟ مشروط خواه سلطنتی پارلمانی هستی؟ جمهوری خواه هستی؟ کرد هستی؟ جدایی طلبی؟ غیر جدایی طلب هستی؟ عجب دوباره بعد از 40 سال که مردم عادت کرده بودن همدیگر رو تحمل کنن، عجب یکی ورداش این چوب رو به هم زد و اون بالاش هرچی بود خوش شده بود رفت کنار، حالا بو گند دوباره پخش شده. شاه و شازده سواک آورده، خانم مسیح علی نژاد که بهش میگن بگو جاوید شاه، خیلی ها طرف اومده از خواسته های خودش یه قدم این ورتر، چند قدم این ورتر وایستاده برای اینا حرف میزنه. این احمقا فریاد میزنن مسیح بگو جاوید شاه، و رضا پهلوی نمیاد بگه. بابا زنش حتی توی برنامه توی از این تظاهرات ها گفت نگید رضا شاه روحت شاد، این برنامه برای چیز دیگه است. ولی رضا پهلوی اینو نمیگه، اینو عنوان نمیکنه. رضا پهلوی آدم دروغگویه، آدم پدرسوخته تنبل مزخرفیه. الان این روزا دیگه طلبکار شده، میگه من که 40 سال زحمت نکشیدم که بیام فلان. آقا تو چی کار کردی؟ کدوم آجر رو آجر گذاشتی که فکر میکنی زحمت کشیدی؟ به گفته خودت که دروغ گفتی و پول رو کم گفتی، 62 میلیون دلار در 17 سالگی پول داشتی. کدام یک از ما 62 دلار داشتیم؟ خب خط بزنم، قرار شده اینا رو خط بزنم برم جای دیگه. دوستان جمشید شارمهد، این مردک دیوانه احمد اولاق، حالا گرفتنش، اولا من با دوستانم به این نتیجه رسیدم، این چون فهمید پارکینسون نمیدونم فلان داره بلند شده رفته که بگیرنش. تو آمریکا یه سری آدمایی رو دارن میخوان خودکشی کنن، ولی یه کاری میکنن که پلیس بکشتشون، بهش میگن suicide by police، یعنی خودکشی به وسیله پلیس. پلیس دیگه عاجز شده، میگه آقا اینا این کارو میکنن که مشهور بشن، بعد سیستم اجرایی دیگه، پلیس نه یا قضایی نمیدونم، اینا رو بریزه به هم. الان پلیس نمیتونن استخدام کنن، پلیس میگه آقا من دیوونه هستم، میرم 2 هفته 3 هفته رانندگی یاد میگیرم، سالی 100 هزار دلار میسازم، بیام سالی 50-60 هزار دلار بسازم، شیفت شب شیفت صبح، هر کی میبینه از من. آقا آدمای خوبم از پلیس بعدشون میاد، نشونش این که وقتی یه جا پلیس وایساده، مگه شما برای دیگران چراغ نمیزنی که آقا حواست باشه؟ چرا؟ این که داره خوبی میکنه. پس آدمای خوبم از پلیس بعدشون میاد. در صورت ببینیم آقای شاهین فاتحی این روزا رو چه جوری پشت سر میذاره و تفسیرای خیلی قشنگی مینوشت، خیلی نوشتنش قشنگ و راحت، کوتاه، مفید، مختصر، بعد یه حالت بزله، حالت طنز سوزناکی داخلش بود.
ولی مدتی من نمیدونم چرا، چون من تو زندان بودم. سوربی جا، رضا پهلوی از بچگی عقب افتاده بود. من با شما 100% موافقم. شما اصلا نگاه کنی، نه این بچه، هر بچه دیگر شما بیا، اونای دیگه، من داداشم با گل باغچه چیز درست میکرد، ماشین درست میکرد، اون آخریا اینقدر کارش خوب شده بود از ما پول میگیره، یک قرون میگیره برات ماشین درست میکرد که فرمون داشته باشه، چرخ داشته باشه، فلان، با چوب جارو اکسل درست میکرد، چرخ درست میکرد، با گل باغچه زور که همه خوابیده بودن آب میآورد میریخت گل باغچه رو چیز میکرد، با شل ماشین درست میکرد. من در تمام عمرم یک ماشین پلاستیکی هم نداشتم، خواهر نداشتیم که مثلا ببینه حالا عروسک خریده یا نه. تو کوچه بعض وقتا این عروسک های کهنه رو میدیدیم پاره شده بود، میآوردیم پارهش میکردیم، گچ میریختیم توش، قالب میریختیم، رنگش میکردیم، گفتیم عروسک ساختیم. این مش آدم های دیونه. ولی وقتی این بچه برید ببینید از کودکی بزرگ میشه مدرسه به نام خودش، میره اونجا اسباب بازی هاشو نگاه کنید، تو مراسم وایستاده دوربین 8 میلیمتری که هیچکی نداشت، این وای میسه فیلم برداری میکنه. آقا معلومه وقتی یه کسی رو اسپویل کنی، وقتی یه کسی رو هر چی که خواسته، حتی هر چی که نخواسته بهش دادی، حاصلش میشه این مردی که اومده طلبکار شده. یکی بهش زنگ زده تو برنامه اون امید، بهش میگه آقا شما از لحاظ اقتصادی و اینا عمرتو چجوری گذروندی؟ اولا پدر سوخته میگه من متوجه نمیشم. امید بهش میگه آقا چی کار میکردی؟ پول از کجا در میبردی؟ میگه خب من البته چون خیلی وقت میذاشتم فعالیت کنم کار نمیکردم، ولی خانواده کمک میکنن، یه چند جا کانسالتینگ، اونم زیواش میگه کس نفهمه. مشورت به کی میدادی شما؟ به کی؟ به بچه های دیکتاتور دیگه؟ کی بود گفته بود؟ همین عبداللهیان، امیر عبداللهیان عقب افتاده گفته بود که اینایی که هی با اینا دید و بازدید میکنید، مثل اینی که تو آلمانیا گفته بود، مثل اینی که تو آلمان ما بیایم تبلیغ بچه هیتلر رو بکنیم. راستی آخرین خبر این بود که میگفتن هیتلر تا 95 سالگی گویا تو آرژانتین زندگی کرده. خب آقا من تازه از طریق آزادی خواهان فهمیدم اصالتا اهل گینه بیساو هستم و اصولا گفتمتون ها دمت گرم آقای شاهین فاتحی. حالا شما برو ویدیوهای من رو نگاه کن. من که نویسنده خوبی نبودم مثل شما، ولی من به این نتیجه سالها پیش رسیدم، گفتم آقا من از ایرانی بودنم اون موقع 1/60 میلیونیوم، حالا 1/85 میلیونیوم رو نمیخوام. اولا یه مدتی گذاشتمش برای فروش، مگه نمیگن وطن فروش؟ آقا من وطن فروشم، شما وطن خری؟ بی جلو دیدیم خر پیدا نمیشه، گفتیم بابا برای خودتون نخواستیم. شما اینجا هم همینجوره، یک صندلی رو میذاری، حالا که دارم میگم یه صندلی گذاشتیم اینجا که مردم ببرن، یه صندلی رو میذاری مینسی برای فروش، چون روز اول میگی نکنه الان من بتونم 20 دلار از توش در بیارم باهاش 12 تا آبجو بخرم. میبینی آقا هیچ کی نیومده، اینم اینجا مزاحمته، ورش میداری میذاری سر خیابون که بیان مجانی ببرنش. آقا وطن این شده برای من، صندلی که خواستیم بفروشیم کسی نخرید، گذاشتیم یکی بیاد ببره، حالا ببینیم کسی میاد ببره. ولی دمت گرم. بله، چون دموکراسی خواها فوش خواهر مادر هدیه میکنه. شما اون برنامه رو که من میگم مال بی بی سی آقای داریوش کریمی با اون آقای مومبئی و خانم چیز رو دیدی یا نه؟ اگه ندیدی که اتفاقا این دو این سه به این نظر هستن که دو تا برنامه ساواک که قبلا ضبط شده، اون آقا شاسوندی، یکی سعید شاسوندی، اونایی که شکنجه شدن اونا دوباره این برنامه پخش شده رو پخش ضبط شده رو پخش کنن. ممنون و متشکرم. و اما دوستان نوروز در راه، جشن نوروز 1402، ایشان نوشته که دتس آموره، و این دوستون آقای جمهور اصفهانی، ما یه تبلیغ مجانی برای ایشون میکنیم که چند مدت بود به خاطر کووید و اینها برنامه هاشون رو تعطیل کرده بود. آقای جمهور اصفهانی کارش چیز دیگه است، ولی چون هنرمنده و قدیما حتی برای ابی هم گیتار میزده و آکاردون میزده و اینها، و خیلی آدم خوش اخلاق، خوش مشرب، خیلی آدم خوبیه، برنامه گذاشته
18 مارچ در دتس آموره، آموره که همون عشق و اینها هست، دتس آموره. شعری بود فرانک سیناترا میخوند، When a man loves a woman، وقتی که یک مرد عاشق یک زن میشه، دتس آموره. آموره فکر کنم یا لاتینه یا ایتالیایی، نمیدونم. خلاص جمشید شارمن، من یه ویدیویی گذاشتم، بعضی از دوستان گفتن آقا ما ویدیوشو ندیدیم، چیه تو چیه، خب برای ما بذار. ما رفتیم ویدیو رو ضبط کردیم، اتفاقا برای یه دوستی گذاشتم، گفتم خب این ویدیو خدمت شما، حالا شما اگر لطف کنید، تلویزیون مردم خیلی وقت حمایت نکرد، قبلا حمایت میکرد، حمایت کنید. گفت من الان بازنشست هستم و بیشتر سعی میکنم به اونایی که گرسنه هستن کمک کنن. فکر کنم این قیافه من رو دیده آقا هر روز چاپتر و توپلتر میشم. گفته بابا حالا خوراکش میدیم، سکته میکنه، ولش کن. منم بهش گفتم شما کار بسیار خوبی انجام میدی، همون کار رو انجام بدی، اصلا به فکر من نباشی. بله این ویدیو رو من برای شما نشون میدم، امیدوارم صداش اونجا بیاد، چون امروز حالا فهمیدم چرا من میکروفون اینجا رو بیشتر دوست داشتم، برای که این بلنگو اینجا میکروفونم جلوش بود. حالا براتون نشون میدم، ویدیو روی یوتیوب هم هست، بذارید از روی یوتیوب لینکش هم بذارم اینجا، شما برید بعدن، الان نری، الان موقعی که سابسکرایب رو بزنی، لایک رو بزنی، کامنت بنویسی، بعد اون فیسبوک فالو و نمیدونم مالو و خاله و چی اینا رو بزنی که من بلد نیستم، ولی اون لینک هایی که اینجا میذارم برای بعد از برنامه است. حالا من این لینک رو براتون میذارم، اول بزن روشن کنم این ویدیو رو. طرف یکی اومده بود، ما تا اینو گذاشتیم نوشته بود آقای سوربی در نمیدونم دادگاه های ایران، به زور میگم آقا تو اصلا ویدیو رو نگاه کردی خداییش؟ میگه نه، ولی من میدونم چون در زندان جمهوری اسلامی بودم. گفتم آقا جون شما برگرد برو ویدیو رو نگاه کن، بعدن به من. آقا ما یه سوالی کردیم، گفتیم بابا اینو شما بخون نظرتو بده، شما نخونده میاد سوال میکنی دوباره. خلاصه ببینید این ویدیو اینجا کامرای 3 اینو یه بار میذارم، ولی اونایی هم که دیدن دیگه ما رو ببخشن. شما نشستی امروز، حالا یه به عنوان قاضی تو دادگاه، یه به عنوان هیئت منصفه، میگن آقا این آقا رو ما گرفتیم، این دو سه تا ویدیو رو شما نگاه کن. بله من براتون میذارم آقای اکبری، اون برنامه آقای کریمی و اینا رو، چون من نگاه کردم لینکش هم به اون سادگی میتونم پیدا کنم بهتون میدم. اوکی بریم با هم اینو ببینیم، تو منم اون لینک رو بفرستم. نقطه اعلام حکم اعدام جمشید شارمهر، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هم از او حمایت کردند. اما جمشید شارمهر کیه و خط فکریش به چه کسایی نزدیکه؟ دختر خبر حکم اعدام پدرش را شنیده و حالا نگران است. پدری که دوست و آشنا او را با این شغل می‌شناختند. پدر من یک ژورنالیست، یک فعال رسانه‌ای که حالا در غیاب او دوستانش هوای خانواده شارمهر را دارند. با یک لبخند و پر از امید پدر را از زندان نجات می‌دهد. حتی اینجا در روم ایتالیا نامش زنده است. دوستان اینجا هم هوایش را دارند. جمشید شارمهر از ماست. اما چرا مسیح علی‌نژاد در مصاحبه‌ای که با روزنامه واشنگتن پست داشت نگران بود عاقبتش مثل روح الله زم و جمشید شارمهر شود؟ مگر جمشید شارمهر فقط یک روزنامه نگار ساده نبود؟ او جمشید است. درباره کسب و کارش میگه. من خجالت میکشم که کسی میخواد بکشه. مگر انتظار شیواز، مگر انکار کردن بله ما ترور میکنیم، بیگناه کشته بشه یا کشته بشه، این اصلا مطرح نیست. او رهبر یک گروهک تروریستی بود، نامش را گذاشت هنده. بله ما ترور میکنیم، وحشت به حضور میاریم برای همین افراد. زاده ایران است اما مهر کشورهای دیگر را هم در شناسنامه‌اش دارد. داره قابلیت مضاعف کشور آلمان. خودش آدرس محل کارش را هم داده، طبقه دهم ساختمان FBI آمریکا. توی مرکز FBI همون
فدرال بیلدینگ طبقه 10. برای همین هم هوای دخل و خرجش را داشتن. بیش از $10,000 به ایران منتقل و تیم‌ها و هسته‌های عملیاتی تندر در داخل کشور را تأمین مالی نموده است. و هم بی‌واسطه با سران آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردی می‌کرد. نامه‌هایی که مخاطبانش مایک پومپئو، دونالد ترامپ، جان بولتون، برایان هوک و بنیامین نتانیاهو بودند. با محتوای اقدامات تروریستی. اگر دست بچه‌های ایران رو پر بکنیم، پر منظورتون از اسلحه؟ اسلحه، بله. همون کاری که ما داریم الان. یعنی شما اعتقاد دارید به کارهای رادیکالی در ایران؟ با وجود همه این حامیان او نتوانست به قولش عمل کند. بهتون قول میدم هیچ کاری با من نمیتونم بکنم. پیروزی از من است. یک قول آشنا. خب دوستان، شما نشستید تو دادگاه، این هیچ کم هیچی حرف نمیزنه ها، فقط این چند تا ویدیو رو به شما نشون میدن. این ابله هم با دستبند با پابند نشسته اونجا. حالا یه چی براتون بگم، اونجا که نشسته حالش خیلی بهتر از موقعی که اینجا بود جلو دوربین اینجوری میرفت. یادمه با اون آقای موحدی بود، کی بود، من مصاحبه کردم، گفت آقای سوربین من میخوام برگردم برم ایران، منو بگیرن تو زندان، اولا اونجا قرص قلب بهم میدادن. نمیدونم اون ویدیوتون امین موحدی بود کی بود، آقای اکبری چیزا رو پیدا کردم براتون بفرستم یه لحظه اینجا. خب این ویدیو رو هم پاک کنیم، کامپیوترمون رو از وجود این شارمهد احمق واقعا پاک کنیم. اینا حتی اگه تو سیستمت هم باشن سیستمتو گند میزنن. آها این اسم برنامه هست، کاپی لینک آدرس، برنامه ای که آقای داریوش کریمی، بازم اسما یادمون، خدای پیر شدیم را، اسمش هست که در اپوزیسیون پادشاهی خان چه میگذرد. به خانمه میگه به نظر میرسه خودتون هم اینجا میگن توی پیج نیستیم، توی صفحه نیستیم، واقعا چی میگذره. آقای فاتحی من کاری ندارم شما از کدوم مملکت هستی، اینو بدهکاری به من، نگاه کنیم و نظرتو درباره این بگی. اون ویدیوی شارمهدم بدهکاری به من، نگاه کنی و بگی شما اگر قاضی اون جلسه بودی یا چی. من گفتم من اینو اعدام نمیکردم، چون یک به اعدام باور ندارم، دو اعدام یه دقیقه دو دقیقه میکشی میره تموم میشه. اینو نگه میداشتم حبس ابد تو زندان تا بیاد برای دیگران صحبت کنه. ولی یه نفر توی این دوستانی که نوشته بود، چند نفرم بیشتر ننوشته بودم، یه نفر خیلی قشنگ نوشته بود، نشته بود آقای سوربی اسم منو نذار ولی از قول من بنویس، که اینم کار بدیه. آقا نظرتو بگو شجاعانه، پشت نظرت وایس، این چیه، من میخوام پشت سر شما قایم بشم. خلاصه گفتیم باشه بگو. گفت من میگم همین جوری که این جلو دوربین مینشست اینجوری پوز میداد، قمپوز در میکرد، دروغ میگفت، بیارن یه هفته صبح صبحونش که دادن، بعد که رفت توالت خودشو خالی کرد، اون خالی کرده کاسه خودش، مدفوع خودش، بیارن بزنن جلوش با یه قاشقم، یه بار نمیتونه سر بکشه، قاشق قاشق بخوره و به مردم بگه من به شما دروغ گفتم، من اصلا این کاره نبودم، تندر چیه، گوزدر چیه، من دروغ گفتم. اگه بوده که خب بوده دیگه، دخترش میگه ایشون ژورنالیست بوده. خانم خجالت بکش، شما هم آلمانی بلدی هم انگلیسی بلدی، برو معنی ژورنالیست رو پیدا کن به من نشون بده. بابای تو ژورنالیست بود، بابای تو یه مدتی دنبال کون فولادوند افتاده بود، وقتی فولادوند گم و گور شد خیلی ها خوشحال شدن. یکشون امیر سلیمانی بود، رضا امیر سلیمانی، نمیدونم یکی اینا، اون شاه چی بود بنده خدا، علی اصغر کاظمی، شایان کاویانی بود، اینا اومدن جاشو بگیرن که هر کدوم از اینا یه جوری رفتن. تنها کسی که با وجودی که از فولادوند بدیها دیده بود، دروغها دیده بود، ولی بهش نارو نزد، آقای مسعود کردار بود. البته همین مسعود کردارم کم کم منو دیوونه کرده،
اون روز برای من گفته بود آقا شما پیام میذاری تو برنامه‌ت که مسعود کردار بد اخلاقه، چیز نمیکنه فلان. آقای کردار، من شما 3-4 روزه میخوایم با اسکایپ با هم صحبت کنیم، نمیتونیم. خب آقا ما کننده این کار نیستیم. بابا $20 بدیم به یه نفر، بگیم به ما یاد بده، به پسرمون، به دخترمون. میدونم حالا شاید شما پسرت هم وارده، ولی میدونم وقتی به اینا بگی میگی بابا ولم کن، بیا تق 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 میزنی آدم یاد نمیگیره. ولی خب یه جای شروع کنیم. میدونم شما رشته برق بودی، تو سازمان برق نماینده کارگرها و کارمندا بودی، ولی آقا اون 45 سال پیش بوده، الان نیستیم. باور کن من اگر 2 تا فرمول برق و حساب فنی و نمیدونم رسم فنی هنوز خوبم، درس فنی و نیار از من بپرسید دیگه بلد نیستم. یه نمیدونم W مساوی I to R اینو بلدم، یه نمیدونم U مساوی IR بلدم، همه اونای دیگه یادم رفته. این نمیدونم مغناطیس چقدر فلان میکنه، اون خازنه کپاسیتور چقدر، اینا یادم رفته. بابا قبول کنید ما اون نیستیم، ببینیم چی هستیم با توجه به اون. ببین من الان دوستم لطف کرده میگه برو رو یوتیوب، تنها به خاطر اکبری رفتم رو یوتیوب، ولی میگه آقا نمیتونم، شرمنده. شما که میتونی بیای فیسبوک، بیا فیسبوک، برای من راحت تره. من آقا نمیتونم. بابا این نمیتونم نمیدونم، به خدا اگه بگید خفه نمیشید. خب حالا ما رو آقای رو چیز آقای اسکایپ و آقای اسکایپ اون کی بود مرد آقای اسکات مال برنامه، بعد شما میگی من برات دعوتنامه فرستادم قبول کن. به کجا فرستادی؟ من اون چیزی که نوشته بودم اگه بزنی به سوربی یه آدرس دیگه است. ما اول گذاشتیم سوربی، گفتیم مثل آدم بیام اسم خودمونو بذاریم، دیدیم آقا هر کی میرسه پارسا سوربی زرقی میزنه، زنگ میزنه این کامپیوترت شب صبح وقت بی وقت، هی اسکات دینگلی 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 دینگلی. اومدیم گفتیم نه، با اونایی که از پیش قرار گذاشتیم با این اسم، تنها جایی که من از اسم خودم استفاده نمی کنم اونجاست، از اون استفاده کردم. خب بیا من با شما چند ماه پیش مثل که اینجا صحبت کردم، حالا بذارید زنگ بزنیم، ولی نمیذارم صحبت کنه ایشون. ببین این که زنگ میزنه یعنی وصل نیست، اسکایپش روشن نیست. آقا خانم شما اسکایپ تو این روزا با تلفن دستی هم میتونی اسکایپ داشته باشی. ببینید من این نشون بدم که آقا مسعود ببینه ما زنگ زدیم و میگه مسعود isn't online، میگه آقای کردار روی خط نیست. اینم از این. پرویز کاردان تماس میگیره، میگفتم آقای کاردان من باید برم رو آنتن. میگو سوربی مگه تو کلاقی؟ بهتون گفتم که من پرویز کاردان رو از قبل از انقلاب موقعی که برای داییش حاج تسلیم توی اون بلوار پیرنیا ماشین می بردیم از تهران به شیراز و اینها، یه گروه دانشجویی بودیم چند نفر، 10 نفر 12 نفر می رفتیم ماشین می آوردیم اینا، من از اون موقع کاردان رو می شناختم، چون از شیراز اینا فامیلاش هنوز تا هنوز خب دیگر اینم هنرپیشه شده بود و اینا، براش چی می فرستادن سوغات و فلان اینا، که بعد یه دفعه یکی از دوستایی که همراه من بود گفت تو میگی این برای یه آدم معروف هم هست، نکنه توش تریاک باشه. دوزاریم یه دفعه افتاد، خود آقای کاردان یه دفعه راجع به این هادی خورسندی تعریف میکرد. حالا چون مورد کاردان بهتون میگم، حتی شاید هم نگم بهتر باشه، چون به من گفت کاردان بهش گفته به کسی نگو. نمیگم من که مثل مانی خورسندی احمق نیستم که، نمیگم. ولی اگر مانی تماس گرفتی، آدم شدی تماس گرفتی، بهت میگم که کاردان راجع به داداشت هادی خورسندی و پلیس لندن و اینا به من چی گفت. در هر صورت چی بودیم، کجا بودیم، چرا اصلا صحبت کاردان پیش اومد، بگذاریم. شما اگر این جمشید شارمهد تو دادگاه باشه چه حکمی میدید؟ من گفتم اعدامش نکنید، تو زندان نگهش دارید، هر روز ببرینش سر کلاسای دیگه، به زندانیای دیگه بگید بابا جون رفتید یه جا دوربین گذاشتن جلوتون، یابو براتون نداره، مثل این رضا پهلوی خر نشین از این مجلس به اون مجلس، حالا برگشت دومش لای پاش، حالا میخواد چیکار کنه؟ حتی حالا خود شاه لایان پریدن به جونش، آقا تو بی خود رفتی با حامد اسماعیلیون، تو بی خود رفتی با این با اون. دوستان اگه یکی به شما بگه عموی این حاج آقا رضا پهلوی
جاسوس روسیه و رومانی بوده شما چی میگید؟ شاپور غلامرضا برید ویدیوهاش پیدا کنید نگاه کنید. شاه بدبخت ترسوی بی دیپلومی که ای کاش این دوتا زبانم بلد نبود. هر وقت شاه ویدیوهاش من میبینم یاد اون لاک پشتی میفتم که دوتا اردک که باهاش دوست بودن بلندش کردن بردنش بالا و این لاک پشت بی ظرفیت دهانشو نبست شروع کرد حرف زدن. شاه اگه دهانشو بسته بود اگه نمیمد پوز بده فکر میکرد الان چون فرانسوی بلده چون گفتن فرانسه زبان عشقه الان 20 نفر از خانما براش قش میکنن. کار خربزه یکی دیگه که مسئوله بیاد حرف بزنه. این گوها چی بود خوردی؟ طرفو گرفته بودن و به پلیس گفته بود آقا من گوه خوردم. فوری زنگ زده بودن آمبولانس اومد و گفته بود آقا این میگه من گوه خوردم. گفتن نه بابا ایرانی ها اصلا گوه خوردن براشون مثل آب خوردن معمولیه. خب سوربی عزیزی سبا جان خیلی خوشحالم که شما هم هستی اینجا و یک ماه فیسبوک ما رو در زندان اسیر کرده بود. بعد وقتی برمیگردی دوستاتم دیگه اینقدر با وفا نیستن که از طریق ایمیل با در تماس باشن. خب دوستانی مثل آقای اکبر اینا از طریق پیام‌های خصوصی چی بگیم به این پیام‌های خصوصی با همون بودن و صحبت میکردیم و اینا. ممنون و متشکرم. بالاخره فیلم لب آب دیدی؟ محله لب آب فیلم خوبی بود ولی از این فیلم‌های کمرشال بود. خیلی ممنون دوستان عزیز. آقای سبا تابار شاعر خوب ما که سال هاست 22 سال میشه من از سال 2000 که تو تلویزیون های چیز بودم چون قبلش رادیو محلی و اینا بود میشناسم سبا تبارو. در صورت ایشون هم برنامه های خودشو داره. جدیدن برنامه هات برای من نمیاد نمیدونم چرا. فیسبوک دوستان خیلی کارش خراب شده. فیسبوک از این که مردم رو بلاک میکنه. دیروز یه دوست برای من یه چی فرستاده بود نوشته آقا من یه لینک یوتیوبی رو که خود قبلا برای اینو اون فرستاده برای تو میفرستم من باونسش میکنه. یعنی چی میگه بس چک برگشتی برمیگرد. در صورت اینم از این ما دو تا لایک هم بزنیم برای آقای سبا تبار. تبار جان لایک و کامنت و اینها فراموش نشه. همین کامنتی که نوشتی لایک و سابسکرایب. والا خود منم وقتی ویدیوها رو نگاه میکنم هی میگه اگه شما این ویدیو رو داشتی سابسکرایب کن. میگم خب من اگه سابسکرایب کنم اون وقت از صبح تا شب هی برام دینگ 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 نوتیفیکیشن میاد. اگرم نکنم پس اون سابسکرایب کردنم بی خوده. یعنی ما رو گذاشتن واقعا در یک کورنر 22 بهش میگم چیکار کنیم چیکار نکنیم. و اما یه فیلمی پتیک برای من فرستاد روی فیسبوک هم هست. قرار بود یه پیامی هم در این باره بفرسه حتما کار داره گرفتاره. بهش گفتم پتیک جان این به زبان ارمنیه. من متوجه شدم این خانمی بوده که توی این یتیم خانه به اصطلاح. بذارید من صفحه فیسبوک هم بهتون نشون بدم شما برید نگاه کنید روی اون. اگر دوست داشتید اگر حتی خواستید دربارش صحبت کنید پیام بذارید. دوستان یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید انجام بدید زنگ بزنید 202-695-2573 پیام بذارید 3 دقیقه اکم بود دوباره و اونجا حرف بزنید. منم اونجا براتون چیز میکنم به اصطلاح اگه قرار باشه جواب بده بهتون جواب میدم اگه نه که هیچی. ببینید الان این برنامه زنده ما نوشته 6 نفر اینجا اون یکی دیگه نوشته 5 نفر اون بالا و میایم پایین. میخواستم چی بهتون نشون بدم. اینم اون چیزی بود که من نوشتم ساعت 12 بذار کوچیکترش کنم که بهتر دیده بشه. خیلی ها این مثل درجه ایر کاندیشن هست میگه درجه رو ببر بالا. حالا منظورش اینه که درجه رو حقیقتا بیار پایین که دیگه هست دیگه همه اونم میفهمیم منظور طرف چیه. منم بالا میگم اینو کوچیکتر کنم حقیقتا قسمت کوچیکیش رو نشون میدم که بتونم این قسمت بزرگتر باشه. نوشتم ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک. دلیلی که ما نمی‌نویسیم واشنگتن برای که واشنگتن دو تا داریم، یکی اینجا داریم یکی غرب آمریکا داریم. 3 ساعت با هم اختلاف دارن. اتفاقا دیروز با آقای زاهد هفتلنگ صحبت میکردم امروز قراره یه راهپیمایی کنه بعد قراره از کانادا راهپیمایی کنه بیاد اینجا و برای یک مانیفست یا اساسنامه‌ای که به نظر من خیلی چیز جالبیه و اون میگه کودک سربازی رو از بین ببریم.
کودک سربازی متاسفانه از دوره هیتلر بوده، از جنگ ایران عراق بوده، از مجاهدین بوده و کشورهای دیگر دنیا هم بوده. این باز اون ویدیوی شارمد اگه اونجا ندیدید اینجا نوشتم، تصور کنید شما قاضی هستید، چه مجازاتی برای جمشید شارمد حکم میکنید. بعد اینجا نوشته دوستمون گفته از قولش بنویسم، به خاطر دروغ گفتن و قمپوز در کردن باید روزی یک کاسه گوه بخوره جلوی دوربین، اونم قاشق قاشق. آخه احمق، حقوق آمریکا رو میگرفتی، حقوق آلمان رو هم میگرفتی، کرم داشتی در زمان کووید رفتی هندوستان و دبی و گویا ایشونو تو تاجیکستان گرفتن. اینم از این. و آقای رضا سنا مثلا پیام نوشته، آقای سنا اگه کوچیک‌تر بنویسی، دیدی الان من اینو باز کردم، اگه کوچیک‌تر بنویسی همش همون موقع پیدا میشه. سعی کنید پیاماتونو کوتاه مفید مختصر. ایشون نوشته آدمکشی اعمال خشونت تروریستی یا اعمال خشونت تروریستی و یا با افتخار یاد کردن از کردارهای غیر انسانی قبل از دستگیریش در رسانه‌ها مبنی بر بمب‌گذاری مسجدی در شیراز، جرائم سنگین جمشید شارمرد را محرز و آشکار می‌کند و هر کسی در هر مقام سیاسی و اجتماعی از شارمرد دفاع کرده و می‌کند جز روسیایی و ذلت برای خود و همفکران خود در اذهان مردم ایران و حتی مردمان منصفه. ببینید مثلا این دیگه اضافیه، جز روسیایی و ذلت برای خود و هم فکران و هم کلاسی ها و هم شهری ها و هم در اذهان. خب دیگه میدونیم که تو ذهنشونه. نکنید، کوتاه مفید مختصر. اگر من قاضی پرونده این پلید می بودم هرگز برای او حکم اعدام صادر نمی کردم، چون اجرای حکم اعدام فقط چند دقیقه درد می کشد و راحت می شود. بس بهترین مجازات برای این پش این برای این پلشت میگن زندان ابد در سلول انفرادی بدون اجازه تماس به حدی به احدی خارج از زندان میباشه. من یکی دیگه هم یه چیزایی نوشته بود، نوشتم آقا همه اینا رو گفتی ولی هنوز شما به من و دوستان ننوشتی اگه شما قاضی دادگاه این احمق بیمار بودی چه حکمی برایش صادر میکردی. گفتم که دوستانم گفتن که این مریض بوده گفته اینجوری بره برای خودش یه چیز بذاره. این پیام این آیت الله خیلی جالبه دوستان. این آقا به ایرانی به آخونده و اینا میگه بابا شما مردم رو گیج کردین، یکیتون میاد میگه اینجوریه، یکیتون میاد، اولا هر کی مسئول نیست خفه، همون چیزی که سربی امروز به شاه میگه، مسئول اگر نیستی خفه، مسئول اگر تو هستی دیگه دکتر اقبال و هویدا و اینا رو بریز تو سطل آشغال سیفونش بزن، تو توالت سیفونش بکش برو. این گوگندا چیه دور خود جمع کردی؟ بگو من همه کاره هستم مثل خامنه ای، بشین اونجا ببینین خامنه ای از یاد بگی چرا خفه شده، با هیچ تلویزیون خارجی مصاحبه نمیکنه، یه کاغذ میگیره دستش میاد حرفش میزنه و میره، ولی تو احمق میمدی از کوچکترین خبرنگار گوه میزد بهت، بعدم همه میخندیدن بهت. در صورت این پیام آیت برید بابا صفحه فیسبوک منو نگاه کنید، چیزهای خوبی گذاشتم. تحویل سال نو 1402 شمسی به وقت نیویورک، نیوجرسی، واشنگتن، کانتیکت یعنی شرق آمریکا، دوشنبه 20 مارس ساعت 5:24 بعد از ظهر است. ممنون از دوستی که اینو فرستاد، ما هم گذاشتیم اینجا. و اما این ماجرایی بود که من روشنگری مسئولان در رابطه با بنیاد کودک گذاشتم. بعد خانم زنوسی هیچ مسئولی حاضر نیست بیاد، فقط شما و دوستانتون میخوان بیان مجانی عمر من رو تلف کنید، هی از بدیای اونا بگید. خب چه فایده، همونجوری تو تلگراف خوش باشی، تو تلگراف خوش باشی. اینم خیانت و جاسوسی اینها، این اون چیزیه که به شما گفتم. پتیک لطف کرد و برای من فرستاد و منم ازش خواهش کردم که به اصطلاح برای ما به فارسی توی 3 دقیقه بگه چه خبره، که وقت نکرده، این کار انجام نداده. ولی من فکر میکنم مردون فرست ویدینگ، این خانم ارمنی فکر کنم جزو یتیمای اونجا بوده و برگشته اونجا عروسی را انداخته. چندین ویدیوی اینجوری من دیدم از ایرانی ها، معمولا اکثرا جوان ها هستن که این کارو میکنن، میرن توی پرورشگاه ها، توی
خانه سالمندان مراسم ازدواجشون رو اونجا برپا میکنن که هم جشنی برای اونا باشه. من برای همه اینایی که این کار زیبا رو انجام میدن بهترین ها رو آرزو میکنم، طول عمر، و امیدوارم زندگی خوبی داشته باشن. حالا میخواستم بگم اگه من یه روز خواستم ازدواج کنم این کار رو میکنم، گفتم یه بار میریم خانه هم با یه مایتابه اومد زد تو سره. خب من بزنم اینجا. دیروز دانشمندان آب و فاضلاب به من اطلاع دادن که پس از کروکودایل و کرگدن من به عنوان پوشکلوفترین بیمغز فراری به ریکورد گینس معرفی شدم. من بیشور اگر در تمام این سالها به جای فوش خوردن از آزادی خواهان فرهیخته دموقرازه خواه سیگار میکشیدم، الان یک مرتاد حرفه‌ای شده بودم. نشه میکردم، لایو میگذاشتم، هر شب ایران را در فیسبوک آزاد میکردم تا یکی هم پیدا میشد من را کنار شارمن اعدام کنم و راحت بشه. آقا دمت گرم. آقای شاهین فاتحی به مام زدی ها، یعنی ما که میایم لایو میذاریم، ولی من میدونم منظورت من نیستم. من بارها به این آقای نیساری گفتم، هنوزم برای من مسئله است که آقای فرزاد نیساری چگونه بهرام آبتین رو تحمل میکنه، چه رابطه و ضابطه ای هست من نمیدونم، چون بهرام آبتین هم دست کمی از این شارمرد نداره، از دروغگویی، از قمپوز در کردن، از اینکه خودش جزو همین بچه چی میگن ملیجه که محسن رضایی بودن و اینها، اونم سابقه درخشانی نداره. و اگه شما فهمیدید چرا، خود نیساری هم میتونه بیاد، براش نوشتم جواب نداد، که آقای نیساری من نمیدونم چه رازی هست که شما به اصطلاح این آقای آبتین اینجوری چسبیدی. خلاصه ممنونم شما نوشتی. اگه منم اینجوری بودم هر شب برنامه میذاشتم، آزاد میکردم برنامه لایف. من امیدوارم به من نباشی. من معتاد به هیچی نیستم، همین چایی هم نمیخورم، صبح یه قهوه میخورم، بعضی وقتا چای میخورم، بعضی وقتا دیگه نمیخورم، آب میخورم تا عصر بشه، از یه آبجو میارم باز کنم میشینم جلو تلویزیون تخمه میشکنم آبجو میخورم، آبجو رو انقدر یواش یواش میخورم که نصفش گرم میشه میندازم میریزم دور. این نوش ریلود اگین خراب شد. Your post goes against our community standard. Dangerous. ما که هم چیز ببینید اینها، این نامردیه این دوستان شاه اللهیه. میگه که that your content goes against our standard. حالا این کانتنت ما چه چیزی بوده که بره against your standard؟ آقای فیسبوک وقتی که شارمرد میاد میشینه دستور ساختن بمب و کوکتل مولوتوف، البته حالا یه حسن داره، حالا حسنش اینی که اگه اینا قطع کردن accept the decision, disagree، بله میگه قبول کن یا مخالفت کن، قبول نکن، مخالفت کردم، ببینی حالا چطور میشه، مخالفت هم میکنی اون قطعت میکنه و چیه، بعدم تازه مثلا بعد 7 سال مینیسه اون روز که شما فرجام خواستید ما فهمیدیم شما درست میگی ورش داشتیم، خب دیگه حالا به درد عمد میخوره. اینم از این. خب فیسبوک قطع کرد دوستان، ولی اینجا هست. خب اوه چقدر روی یوتیوب شروع شده، همین امروز که ما تصمیم گرفتیم یوتیوب صدا خوبه، ولی دوربین این چی دوربین قدیمی، دوربین قدیمیتون، دوربینتون قدیمی خیلی بهتر بود، جملت بخون، منظورش دوربین قدیمیتون بهتر بود، نمیدونم اونای دیگه میگن این بهتره، من با شاهین که این کاره هست چک میکنم، اون گفته خوبه. جریان چرچیل و آشپز شاه خیلی دایجان ناپلئونیه، بله من هم همینو قبول کردم، خصوصی میگن پرایوت، آبجو با تخمه میچسبه. آهان این ایوب درای فروت اند ناتس، یعنی فروشگاه ایوب تو کانادا، باز من یه بسته دیگه اوردر دادم، برسه بهتون نشون میدم، خیلی مرتبه. یک خانومی هم اونجا اوردراری که میگیره به نام کارولین، اونا میگن کارولینا، ما تو آمریکا میگیم کارولینا، خیلی منظم و مرتب و اینها، بعد بهتون میگه که اوردرتون رسید و شماره میدن و تو راه و الی آخر. شما هم اگر برای سال نو چند روز دیگه بیشتر نمونده خواستید حتما از ایوب، اگه جایی هستید که میتونید فروشگاهاتون برید بیان، خب برید بخرید بیان، ولی تو آمریکا چون ما نمیتونیم مستقیما از ایران تخمه و اینا وارد کنیم، بعضی از این فروشگاه ها تخمه هاشون خوب نیست و خیلی هم گرون میدن، اونجا تخمه های انواع مختلف داره،
ای کاش حالا آورده بودم اینجا تخمه‌هایی که با طعم سیر، گارلیک، حتی فلفل قرمز، شور، بینمک، همه اینا هست و من باز دوباره 5 بسته تخمه اوردر دادم که ما میگیم تخمک شیرازی ها و 2 بسته هم زعفرون و وقتی میشه 100 دلار کانادایی شیپمنتش یا خرج پست، هزینه پستش مجانی میشه 30-40 دلار اونجا به نفع میشه. خب بخورید، آبجو بنوشید و اگه می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. برنامه ما 1 ساعت و 34 دقیقه. بله، این فیسبوک خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. میخوام به اون دوستم که گفت آقا من فرستادم نیامده بگم الان چند مدت یه مشت از همین عقب افتاده هایی معمولا شاه اللهی هستن، مجاهد. ما دیگه از این دوتا عقب افتاده تر نداریم. دوستان طرفدار سلطنت رو من نمیگم، طرفدار پادشاهی رو من نمیگم، شاه اللهی که فکر میکنن شاه از چون فیل افتاده و این یکی از 35 میلیون بیشتر میفهمیده، حالا این بچه عقب افتادهش از 85 میلیون بیشتر، این به این میگن شاه اللهی. مجاهد که در طی این 50 سال نشون دادن چقدر عقب افتاده هستن، یه دلیل خیلی سادهش، رهبرشون مرده. اون آقای شیخ فلان وزیر اطلاعات سابق عربستان میاد میگه مرحوم، اینا هنوز میرسن پیام امروز مسعود رجبی. خب اینا الان بیکارن، میان گنگب میکنن. گنگب مثل گرگا هست، میگن هفتاشون حمله میکنن آدم رو تیک پاره میکنن. دکتر جلیل عماد بود، تیک تیکش کردن جلو زن بچهش سر گردنه کولیکوش، جاده های شاه، زمان شاه بزرگ آریان پور، چی خدا بیامرز آریان پور ها که اصلا خانواده خیلی خوب بوده. فیسبوک رد کرد. بله خیلی ممنون. حالا اکبری میگه دیدی بهت گفتم روی یوتیوب باش. نه، از همه اینا بهتر اینه که خودت وبسایت خودت رو داشته باشی، مثل اون موقع که ما 900 دلار میدادیم استریمینگ میخریدیم. الان وقتی استریمینگ مجانیه you are at the mercy of them، یعنی اونا اگه دلشون خواست میذارن حرف بزنی، اگه دلشون نخواست، اگه زیاد حرف زدی دیدن اینجا گاز میگیری اینجا تو فشار میدن. این ماجرای فیسبوکه. 10 نفر با هم قرار میذارن آقا بنویسیم ریپورتش کنیم. ریپورت که میکنن اونجا کامپیوتر میگه ده تا اومد قطعش میکنه. حالا شما با زبان انسانی میخوای بری با با کامپیوتر به اصطلاح ریزنینگ کنی، لاجیک صحبت کنی، منطقی صحبت کنی، خب میبازی. بعد 8 سال مینیسه بله میتونی بذاری، اون موقع به کار عمش میخوره. در اصلا خوشحالم که حالا اینجا هستیم. ما دوتا برنامه هم داریم ضبط کنیم، هم روی یوتیوب هم روی این. ولی برنامه که تموم شد اون لایوش رو برمیدارم، اونی که روی یوتیوب میزه میخوام بهتون نشون بدم. بذارید حالا که اینجوری شد بهتون نشون بدم، چون شاهینگو هم سوربی چی شد، اون وقتا بیشتر بود تعداد بیننده ها، الان کمتر شده. گفتم خب برای که رفتیم و آمدیم، وقتی میری و میای با فاصله میای، مرتب نمیای، اینجوریه دیگه. مغازه شما بزن یه روز باز باشه یه روز بسته باشه، روزی هم که بازی اونای دیگه هی میگن فکر کنم امروز هم بسته است. ببینید کامرای 3 شما داری صفحه فیسبوک من رو ببینید، دقت کنید دوستان، این خطا رو گاهی وقتی روش کلیک کنید ببینید این نشته هم، این صفحه اصلی فیسبوک من، کانال من، کانال مردم تیوی، اینجا نوشته ویدیوز، یعنی ویدیوهای ما رو گذاشته. ببینید من همین دختر خانم شارمند که میگه بابام ژورنالیسته، بهش بگو کدوم مقاله رو نوشته، کدوم تحقیق رو کرده، نداره. ولی مزخرف تا دلت بخواد میاد میشین اونجا به شمیرانی میگه ما ترور میکنیم، ما بعد اون میگه رادیکال، میگه نه این رادیکال نیست. بعد ببینید بعد میاد لایو، حالا اگه بیای رو لایو بزنی ببینید، الان این یکی که روش قرمزه لایوه، این یکی لایوشو برداشته ولی مال هفته گذشته هنوز اینجاست. ببینید اینجا 350 نفر اینجا دیدنش، این اشتباه من بود. اینجا هم 564 تا، حالا بگو 550 تا، بیش از 900 نفر این ویدیو رو اینجا رو یوتیوب دیدن.
حالا رو فیسبوک و جاهای دیگه و برای هم میفرسن، من نمیدونم. ای کاش ما قدرتی داشتیم که هر کی نگاه میکرد باید یک دلار میداد، اون وقت میگفتیم آه هزار دلار گرفتیم، هزار دلار فلان نداریم، نمیتونیم. در صورت اینا رو هم نگاه کنید، لایو و اینو پلیلیست هم که اینا رو میذاریم روی پلیلیست. حالا بعضی ها میگن این پلیلیست رو تو ماشین میتونید به صورت آدیو گوش کنید، لازم نیست اگه تلویزیونتون رو، اگر تلفنتون رو صفحش خاموش کردید میمونه. اینا رو من نمیدونم، ولی اینجوریه. حالا اینجا دوستان من نمیدونم چرا برای ما سابسکرایب رو نمیذاره، شاید چون خودم اینجا نشستم و تو صفحه خودم هستم، یا خودم گذاشتم و تو صفحه خودم هستم نشون نمیده. بذارید من اینجا یه یوتیوب دیگه باز کنم ببینم، مثلا بنویسم NBC. اوکی، این که باز میشه. آها ببینید اینم سابسکرایب نداره، کوفتی دوباره یوتیوب عوض کرده. خلاصه مال ما اینجاش، این کنار رو عکس خودمون که بزنی سابسکرایب میشه، ولی معمولا اینجوری بود که این زیر آهان شاید چون سابسکرایب شدم به اینا. ببین دیگه اینجا نوشته شما اینجا سابسکرایب هستین، ولی قبلش اینجا یه قرمزه. او آخه بی ناموسا بی شرفا، همینجا این قرمزه وقتی زد آبیش کن، اینقدر ما رو از اینجا به اونجا نپرون. این هم مشکلی که این خانم زنوسی هم آقای سوربی، من حالا فرستادم تو واتساپ، میرم واتساپ اونجا مینیسه آقای سوربی، حالا گذاشتم تو تلگرام. من بابا من که نمیتونم مثل مرغ از این مرغ هم نمیپره، مثل گنجش از این درخت به اون درخت به اون درخت، به خدا اینقدر چیز ناگفته دارم که خودم هم نمیدونم چیکار کنم. شاید یکی دو روز آیندم یه برنامه بذارم. دوستان شما خیلی احوال آقای مشیری رو از من میپرسید، من متاسفانه با ایشون در تماس نیستم. میدونم که یک بیماری داشت، بعدم دوران نقاهتش رو داشت طی میکرد. میدونم که در تلویزیون پارس برنامه داره، میدونم که در تلویزیون پارس، چون تلویزیون پارس آقای شجره میبادی اینا به اصطلاح پول ایناشون از شاولایا تأمین میشه، زیر فشار بود، ولی باقیشو من نمیدونم. اگه کسی از آقای بهرام مشیری چیز بیشتری میدونه اینجا بنویسه، ولی من شماره تلفنش رو دارم، سعی میکنم امروز یا فردا با ایشون تماس بگیرم. آقای سوربی سرنوشت تلویزیون داور ویسه چی شد؟ داور ویسه رو خواهرش فرناز یا هم چیزی اون در دست گرفت. خب میدونی بعدش هم بلافاصله محمد صحت مرد، محمد صحت پسرخاله زن قبلی داور بود ولی باهاش کار میکرد، اونم که مرد. میدونید وقتی یه کسی رو شما میشناسی که مثلا اکبر مشدی، وقتی اکبر مشدی میمیره دیگه اون بستنی هرچی هم بگن آقا ما همونیم فلان، بعضیا ولش میکنن. من نمیدونم، ولی حالا شما گفتیم الان میزنم. بزنید رنگارنگ تیوی، رنگارنگ تیوی داد یو اس. تنها تلویزیونی که این کار انجام میده منم، اونای دیگه معمولا میترسن. آقا اینم دیگه پول نداده بستنش، ببینید میگه اینها رنگارنگ تیوی، چون آخه فایده ای نداره. برنامه قدیمی داور میذاش، اون فوشایی که میداد، حرفایی که میزد به روز نبود. دوستا براتون یه چی بگم از به روز بودن. اون روز من داشتم سیستم امتحان میکردم که برنامه آینده رو هم با فیسبوک بذاریم هم با یوتیوب، و مجبور شدم چند تا ویدیو رو گذاشتم که امتحان کنم. شاهین اومده بود نشسته بود، بعد سلام علیک کرده بود با آقای اکبری و با دوستان دیگه و اینها. بعد پیش خودش فکر کرده بود این سوربی آلزایمر گرفته داره چیزای تکراری میگه، ولی یه درس خوب به من داد. خلاصه دقتم نکرده بود به این تاریخی که جلو این میاد. باز یکی از کارهایی که من از قدیم انجام دادم اینه که هر 60-70 ثانیه‌ای این میاد تاریخو میگه، روزو میگه، به انگلیسی میگه، به فارسی میگه. ما یه مدتی ساعت هم حتی این بالا داشتیم که ساعت واشنگتن، بعد ولیختیم گفت این مال کجاست، گفتیم ما ولش کن ساعت رو برداشتیم. خلاصه این از این. یه نگاهی من به شما بندازم اینجا به صفحه یوتیوب، ببینید یوتیوب چه قوقایی اینجا داره میکنه که سلکت ایریا بیانتون اینجا، ببینید چقدر همینجوری داره پیام میده که سیستمت ارور داره، در صورتی که داره خوب کار میکنه. دوستانم هیچ کس نگفته ارور داره. ببینید کمرای سه نگاه کنید،
همه این زرد و اون زیریایی که نوشته همش حکایت از این میکنه. خب پس تلویزیون رنگارنگ هم میشه مثل حکومت سلطنتی شاه، شاه مرد قصه خلاص، داور مرد قصه خلاص. حتی بعد از اینکه داور مرد یه عده من گفتن آقا اگه میشه اون برنامه قدیمی و اینا، من وقتی تماس گرفتم خواهرش گفت آقای سوربی ما همه این چیزا، چون خونه رو فروختن که اینجا تلویزیون نه اینجا هست نزدیک، خونه رو فروختن که تلویزیون رنگارنگ اونجا بود، داورم نه بچه ای نه چیزی وارثی نمیدونم، حتما به خواهر برادرش رسیده، یا معمولا تو آمریکا اگر به بنیاد خیریه‌ای داده باشی یا اگه به دکار باشی اول طلبکارا میگیره بماند. بعد ایشون گفت ما اصلا این نوارا و اینا در این انقدر زیاده ما نمیتونیم، حالا اگه یه وقت خواستیم چیز کنیم صداتون میزنیم بیان. که منم گفتم آقا ولش کن دیگه، روز نویش چی بوده که حالا کهنه باشه. برگردیم به برنامه خود من. شاه اینجا یه چیزی تو گفته های تو بود خیلی جالب، من گفتم ایداد بیداد، یعنی برنامه های ما گفته های ما اینقدر تکراریه که شاهین نشسته نگاه کرده گفته آقا این مثل هر روز داره حرف میزنه. بعد شما گفتی فکر کردم خودم آلزایمر گرفتم، در اصل اون برنامه آزمایشی بود ولی من باید روش یه مارک میذاشتم. یادم سالها پیش به علیرضا امیرقاسمی زنگ زدم گفتم آقا برنامه‌تون زنده، گفت نه ایمال دیشب بوده ولی اگه میخوای آقا سوربی امروز اصلا من بهت زنگ بزنم صحبت کنیم. گفتم نه یه موضوعی بود تو برنامه میخواستم بهت بگم، ولی چرا روش میذاری لایف؟ ببینید آقا، گفت ما عمدن میذاریم که دوستان مثل شما فکر کنن لایف زنگ بزنن. ببین من اینجا نمیتونم ورش دارم چون سیستمه میذاره، خودتون امتحان کنید یوتیوب لایف بذاریم اینسه لایف نمیذاره، از شما نمیپرسه این لایو یا ریرانه، بازپخشه یا تکراره، این آپشن رو نمیده. تا بذاری لایو اون بدون لایو نمیتونی این سیستم استریمینگت کار کنه. دوستان دیگه راجع به من بس، بریم اون عروسی ارمنیه رو بهتون نشون دادم، برید نگاه کنید. منتظرم اگر پتیک یه چیزی به اصطلاح پیامی بفرسه اینو من همون دو سه دقیقه‌ای که اوشون لطف میکنه پیام میذاره دو سه دقیقه نشون بدم و ببینیم چی بوده. البته میخواد تحقیق کنه به اون محل کمک کنه. شماره ها هواداران بینندگان یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام و همون تیک تاک و اینها، همینجوری حرف زدم، ما کاری به یادداشت هم نداریم راجع به اینکه شاهین به من گفته اگه میشه برو رو تیک تاک، خودش خیلی زحمت میکشه، خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره. من میخواستم بهش بگم آخه شاهین جان تو که خودت پولی نمیسازی نمیتونی. آها این راجع به مجاهدین که اون وقتی یه دوستمون سوال کرد، ببینید چجوری چیزا میاد. این آقا ببینید آقای بهشتی ببینید چی میگه، کامرای سه اوکی من صداشو زیاد کنم نگاه کنید. اراده انتخاب کردن نداره، زنی که برده این تشکیلات شده کدوم حق زندگی، حتی اجازه نداره پوشش خودشو انتخاب بکنه. خب بس دوگه، این چون دوستی سوال کرده بود که شما نظری در راجع به مجاهدین و اینا چیه، مجاهدین که رهبرش غائب، اولا هی گفتیم غیبت صغرا، الان دیگه شد کبرا، 20 سال رهبر نداره، عکس این مردی که با سیبیل رنگی و اینا میذارن مال 20 سال پیش میاد یه حرفی میزنه. آقای شیرزاد جلیلی ببخشید توی برنامه پیغام گذاشتی نمیدونه، حالا بینم. سلام سوربی جان، خوبی سلامتی؟ این رضا فردی پسرموشو آواره کرده بود کارتون. بله رضا پهلوی آقا حرفش ناگفتنه ایست، اصلا این دوست دختر برادرشم، اتفاقا جدیدن نگاه کنید دو تا انگشتر دستشه، یه انگشتر این دستشه که میگن این مال یاسیه، یه انگشتر مشکی این بره، یکی میگه این انگشتر مشکی این رفته زن داداشت گرفته، این انگشتر مشکی رو برای اون پوشیده. ناگفته نماند تو ایران رسم بود وقتی یه کسی فوت میشد بچه داشت مخصوصا، چون میخواستن مادره از بچه جدا نشه و بچه رو دادگاه میداد به بابا خانواده پدر و اینا، میگفتن خب اون که مرده حالا این داداشش هست با این ازدواج کن، اولا این به بچه
تعرض نمیکنه، تجاوز جنسی نمیکنه، فلان اینها و از این ور که داستانهای خیلی زیادی هم بود. یه فیلم دیدم طرف رفته بود، آقای حیایی هم بازی کرده بود، رفته بود شده بود شوهر زن داداشش، بعد داداشش زنده پیدا شد. این فیلم هم از اون فیلم ها بود، اسیر بوده و جز مجاهدین بوده و اینها. خلاصه میگن این رضا پهلوی الان اون زنه رو گرفته، اینم گرفته. من نشنیدم همچین چیزی، ولی اون داستان داداشش که کشتش و خودش کشت، همون روز قرار بوده بره دادگاه درباره زن دیگه. اینا اینقدر قتل و جنایت میکنن چون تو قدرت هستن و خاموش میمونه، با پول میپوشونن. بعضی وقتا که میزنه بیرون، وقت اینجوری شده بود، این گویا با یک کسی رفته بود دریا خفش کرده بود فلان، نه دادگاهش بود. اون روزی که دادگاهش بود تفنگ گذاشته بود اینجا، هم رسمه تفنگ دلول میذارن با یه بند میبندن به پاشون، پاشونی که میکشن دوتا لولش شلیک میکنه، مغزشون منفجر میشه و اینا همون بهتر که مغزشون منفجر بشه و برن این کثافتا. دختر پری زنگنه دوست دختر این آقا بوده، علیرضا پهلوی، میاد خونهشون. اون موقع تو ویرجینیا بوده میسکه. تا علیرضا پهلوی میره دستشویی و میاد، رضا پهلوی بند میکنه به اون دختره. اینم از زبان آقای چیز احمدعلی مسعود انصاری. آقای بهرام مشیری خیلی هم فعال هستن، یک کانال دارن در یوتیوب به نام خودشان. آقای سربی اتفاقا برنامه های قدیمیتون خیلی جالب بود، من تمام مصاحبه شما با آقای انصاری در تلویزیون داور رو دیدم. ما بعدش هم چندین مصاحبه اینجا داشتیم، اتفاقا همون مصاحبه ها رو آقای انصاری و دیگران، یادم بها ابهری میخواست اون مصاحبه ها، مصاحبه هایی که با آقای خدایا حیدرعلی شهبازی یا علی حیدر شهبازی مأمور محافظ شاه داشتم، اینا رو چیز کنه. داور اون موقع به من گفت من برای هر مصاحبه $300 از تو میگیرم که DVDشو بهت بدم، حالا تو به اونا بگو $1000. گفت آقا بیننده ما یک سال داریم التماس میکنیم بهمون یک قرون پول نمیدن، حالا اونا انقدر پول میدن که من $300 به تو بدم، باقیشو بذارم تو جیب خودمون. گفتم برو آقا بلون. این هم از این. ممنون و متشکرم. این دوستانم هنوز جواب نداده، اگه خارج از ایرانی چرا هنوز حمایت نکردی؟ دوستان حمایت، سابسکرایب، لایک رو که همه الان هم بزنی اوکیه، این لایک هم همین علامت بیلاخ زیر ویدیو، بیلاخ رو بزنید و یه چیزی هم بنویسین. آقای شاهین خان هم نوشته که ساعت 12 یه علامت قلب گذاشته، مرسی. One of my friend has better idea. آها اینه که گفته بود بهش یه کاسه به اصطلاح گو بدید، هر روز بشینه با قاشق جلو تلویزیون بخونه. آقای شیرزاد جلیلی هم راجع به این برنامه ها، یه بار برنامه دیده بودم فرح مردم کمک میکنه شمون قضا اونو. بله یه برنامه بود با آقای زیا آتابای در اون منزل فرح تو پاریس نشسته بود، بعد میگو خب حالا شما چی کار میکنین؟ میگو من نهارم این در یخچال رو باز میکنم، یه چیزی مونده با شما لقب، نه مردم میارن به هم میدن. این فرح ذاتش گداه، ذاتش گدا. یارب مباد گدا معتبر شود، گر گدا معتبر شود ز خدا بیخبر شود. اینم از این. خب جاسوسان خدمت خیانت درآمد مالی حسین یزدی. این حسین یزدی هم داستان جالبیه، برید نگاه کنید که این چگونه هم پدرش هم برادرش و هم خودش مأمور دو جانبه و سه جانبه بوده و وقتی فرح و اینا ازش قدردانی میکنن، بعد که میمیره تازه آخوندها یک ویدیوی ازش پخش میکنن که پرچم چیز رو میبوسه، پرچم آخوندها رو میبوسه و میگه من برای مملکتم کار کردم. و این داستان جاسوسا و اینا هم مثل پلیسای بیچاره هستن، هیچ کس از جاسوسا خودشون نمیاد، حتی جاسوسی که داره برای مملکتش خدمت میکنه واقعا، ولی شغله شغل بدبوییه. شما خوراک اگه بو بد بده که نمیخوری، حالا هرچی هم خوراک قویی باشه بمانه.
این ماجرای جاسوسان، ماجرای بنیاد کودک چیست، چه کسی جوابگوست؟ خانم میردامادی. خانم میردامادی، شما یه جا از فامیل میردامادی استفاده میکنید، یه جا از فامیل زنوسی استفاده میکنید. بله میدونم تو آمریکا رسمه خانوما وقتی ازدواج میکنن به رسم ایران فامیلشون هم نگه میدارن، شما میشین نسترن میردامادی، که میردامادی هم یکی از فامیلای بزرگ ایران هست، زنوسی. ولی مردم را از این که هستن گیجتر نکنید. یه کلمه یه فامیل نوشتن چقدر وقت میگیره که شما یه جا مینویسی میردامادی، یه جا مینویسی زنوسی، مگر اینکه بخواین مردم فکر کنن این دوتا دو نفرن، که فکر نمیکنم اینجوری باشه. اینم پیشنهاد من به شما. همین الان دوستان لایک و سابسکرایب و زهر کوفت ما رو هرچی هست بزنید. باورتون میشه همینجوری نوشتم همین الان لایک و سابسکرایب و شر رو ور رو کوفت و زهر مار رو میبینید یا نه؟ حالا منم نشون میدم، دلم خوشه اینجا پیدا میشه. بله، شاه از ترس کمونیست، در حالی که برادرش غلامرضا شاپور، غلامرضا مأمور روسیه و رومانی و حقوق بگیر این دوتا بوده. ماجرای ترکتورهای رومانی و اینا رو برید بخونید چی میکنید. از چه راهی میشه حمایت کرد؟ آها آفرین، روز منو ساختی، حالا ما سر کار نگذاری. از هر راهی که بگی. من یادمه اون وقتا با این دوستمون که میرفتیم برنامه های فارغ التحصیلی دانش آموزا دانشجوها و اینا، عکس این زن رضا پهلوی هم فارغ التحصیلیش، منو اون دوستمون گرفتیم. در صورت ما یه میزی میزدیم اونجا، کارت و کردیت کارت، از اون کردیت کارت های قدیمی اینجوری بود، طرف طلب میزدیم. بعد طرف میمد میگفت چجوری میتونم پی کنم؟ میگفتیم ببین شما اگه قصدت پول دادن باشه، ما هر جوری که فکر کنی پول از تو جیب در میاریم، کش، کردیت کارت، چک. و به شوخی میگفتیم ما شما رو میگیریم اینجوری برعکس میکنیم و شیکت میده این مثل استخون که میتکونن تا مغزش بیاد بیرون. اینجوری شما میتونی از طریق پیپل، میتونی از طریق آدرس من usa.sorby@gmail.com، میتونی از طریق وسترن یونیون، میتونی از طریق ونمو، میتونی از طریق زل. بازم بگم یه چیز دیگه هست، ریا RIA، میتونی از طریق او، میتونی از طریق مانیگرام، از اون طرق به اصطلاح کمک کنی. بذارید من دوستان اینجا ایمیل خودمو، چون ایمیلمونو یه مدتی هست نوشتیم info@mardomtv.com و عوض کنم همون سوربی، ببخشید USA که آمریکا هستیم، نقطه سوربی @gmail.com. من بهتون گفتم سعی میکنم همیشه همه چی رو راحت کنم. ما در زندگیمون مدیون هستیم به افرادی که حالا یا از تنبلی یا از هوش زیاد راحتی برای ما آوردن. شما نگاه کنید اون کسی که چرخ رو، گاری رو، اینا رو درست کرد، اختراع کرد، ببین چه خدمتی کرده. و ما ایرانی ها دوباره میخواییم برگردیم حالا فعلا چرخ چهارگوش درست کنیم تا ببینیم چی میشه. به خاطر همینی که 44 سال در کوچه و پس کوچه های کمپوزیسیون موندیم. دوستان معنی خیش فرما میدونید یعنی چی؟ هیچی نمیگم تا آخر برنامه، اینجا بنویسن که یادم باشه بگم. خیش فرما، دیروز یکی از من پرسید شما خیش فرما هستی؟ بله، از وسترن یونیون به همین اسم میشه. بله، وسترن یونیون گویا فقط محل و چیزی رو میپرسه، مکان، یعنی مینویسید ویرجینیا آمریکا، شماره تلفن، شماره تلفن هم همین 202-695-2573. بله این شماره تلفن رو مینویسی، بعد هم مینویسی USA، اینجوری ویرجینیا، این VA میشه ویرجینیا، زیپ کدمون هم هست 22182، این نزدیک تایسن کورنر، یکی از مشهورترین، اصلا به قول تبلیغای ایرانی در قلب وینا، یکی از مشهورترین جای چیز هست، مالای بزرگ و قشنگی داره. اگه یه وقت اومدید آمریکا، اومدید واشنگتن، حتما ویرجینیا که بغل واشنگتن هم، بیاین این مالشو ببینید که پر عرب از صبح تا عصر چه پولای خرج میکنه. خیش فرما یعنی چی؟ بله،
فیسبوک زنده بودن و مرده بودن به دیگران اجازه. من برای شاهی نوشتم فردا برنامه یشنبه هم که نذاشتم به غیر از این دست درد، حقیقتش به خاطر برنامه بنیاد کودک و خانم زنوسی بود، چون میان یه چی می نیسن میرن دیگه جواب نمیدن، بعد تو تعهد دادی ولی اونها ابلیگیشن یا خودشون موظف نمی کنن. خیلی بدیم ما تو این کارا، خیلی بدیم. یه چیزی رو که با دو سه تا بله و نه و این ساعت میشه ترتیبش بدیم، دو ساعت سه ساعت نامه نگاری میکنیم، آخرش هم میگه آقا من نمیتونم، شما تلفن بزن بهت بگم. برای که یاد نگرفتیم، نمیخوایم قبول کنیم. شما ببین آقای مسعود کردار میگم بابا با اسکایپ با هم بیان تلویزیونه که دوستان شما رو ببینن. من عکس صفحت رو نشون ندم که حالا ممکنه بعد اصلا نخواهی این عکس با خانمت مثلا نشون داده بشه. نمی کنیم، دنبالش نمیگیریم. هر وقت رد بشیم یه برنامه باشه، اگه زنگ بزنیم بود جواب میدیم، اگه نه، اگه آقای فلانی گفت من به از زنگ میزنم، میگم آقا من اصل نیستم، میخوام برم کار دارم. همه دنبال کار خودمون هستیم و بماند. خب این تازه داره عکس دختر شارمرد رو اینجا نشون میده. یوتیوب من نمیدونم چقدر عقبه، ولی حرفایی که شما میزنید اینجوریه. خوشفرما، نه 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 آقای اکبری، اون بهش میگن خودشیفته. برای که راه غلط نریم، من دیگه تا آخر برنامه سر نمیکنم، همه الان بهتون میگم. دیدید که میگن کارفرما، بعد اینایی که خودشون کارفرمای خودشونن گویا تو ایران رایج شده میگن خوشفرما، اینجا بهش میگن سب کانترکتور. یعنی شما مثلا یه شرکتی داری، من میام با ماشینم برات کار میکنم، چون ماشین خودمو میارم من کارگر شما نیستم، من کانترکتور شما هستم، قرارداد شما بستم. کانترکتور به ایرانی چی بگیم نمیدونم دیگه، معاهده کار یا هم چیزی. خوشفرما، خیشفرما، ببخشید خیشفرما یعنی کسی که خودش رئیس خودشه، که به نظر من کلمه خوبی نیست. این کلمات رو بعضی وقتا اگه ترجمه نکنیم، از همون به قول ایرانی ها اورجینالش استفاده کنیم بهتره. و اما دوستان یه نگاهی بکنید به تاریخ. این سوالیه که یه نفر از آقای میلانی پرسیده بود. آقا وقتی میگیم تبعید، معمولا طرف رو تبعید میکنن یه جای بد آب و هوا. اگه مثلا طرف شناگره، تبعیدش میکنن کرمون که آب نباشه شنا کنه. چرا شاه و اطرافیان نادانش خمینی رو تبعید کردن به عراق، به نجف، به همه این حوزه ها؟ از خودتون سوال کنید، جوابش اگه خواستید با پیام بذارید یا با بنویسید، تو برنامه آینده با همدیگه صحبت کنیم. ضمناً دوستان باز یه برنامه رو دیدم، آقای فانی فکر کنم اهل لامرد و اینجا باشه، مطمئن نیست، اگه همکلاسی ما داشتیم، هم دانشجویی بود به اصطلاح، فانی بود، سواد گرفتش رفت به اومد دیگه، بعدش حرف نمیزد. بمانه فانی میگه که و بعد این آقای حمید احمدی خودش رو تبعید. آقا خود نمیتونی تبعید کنی آقای فانی، عنایت فانی، شما با این سواد. آقای حمید احمدی گویا تو حزب توده بوده، یک کاره نیرودریایی بوده، با آخوندان بوده، بعد رفته یک کشور دیگه و الان کتاب می‌نویسه و فلان. آقا این مهاجرت کرده، من نمیدونم این کلمه مهاجرت چه کوفتیه که از گلو شما فرو نمیره. با افتخار بگید من مهاجرت کردم. این بیناموسا اگه من و شما رو تبعید میکردن به اروپا و آمریکا، که همه تو صف وای میزدن آقا تو خدا منم تبعید کن، تو خدا منم تبعید کن. مهاجرته که طرف میاد این همه بدبختی میکشه، امروز یکش نشده دارم من ماشینم فروختم، نمیدونم طلاهامو فروختم، حالا که خواستم برم فلان چی بخرم قیمت رفته بالا، که مردم ناچار میشن خونه و زندگیشون رو ول میکنن. و این مهاجرت در تاریخ همیشه بوده، از محمد بگیر، از نمیدونم کسای دیگه بگی، همیشه از کشورشون، از مملکتشون، از محلشون مهاجرت میکنن. حالا شما اسمش فرار میخوای بذاری، فرارم درسته، ولی تبعید. آقای عنایت فانی اگه کسی باش در تماس بگه آقا کاکو ریدی که خب آلمانیش میشه زلب اشتال یا هرچی، بله این درسته، همون سلف فلان یا سب کانترکتور، این درسته. اون وقت آخر سال هم به جای شما به ورقه تکس یه چیزی میدن که خودت مسئول مالیاتت هستی. این نقطه خیلی بدی هست.
بعد شما اگه اتفاقی سر کار برات بیفته، ورکرز کام که اون وقتا میگفتیم ورکمن کام نداری، کسی اون موقع چور میگه آقا خودت مسئولی، میخواستی بیمش بخری. خیلی مواظب باشید یه جایی اگه میری استخدام میشید. ما امروز چندین دقیقه، الان دو ساعت چهار دقیقه برنامه اینجا نشون میده و چهار دقیقه دیگه برنامه مونده. من سعی میکنم که فیسبوک، حالا اگه تنبیه نکرده باشه، رو فیسبوک بریم، ولی این فیسبوک با این سیستمی که خودشو انداخته دست اینایی که گنگ اپ میکنن و شما رو به اصطلاح فیلتر میکنن، به درد عمهشون میخوره. تازگی ها یه خواننده آمریکایی خیلی معروف، یه دختر 23 ساله ای است، گفته داشتم اصلا مریض میشدم از ترس از دست این سوشال مدیا و اینا، همه چیشو بسته. بلی سانتی خانومه که موهاش سبز میکنه، دختر جوانیه. بله، ویدیوی زم امروز دیدم آقای شادانلو ویدیوی زم رو گذاشته، روح الله زم. دوستان حالا شما بکنینش قهرمان، ببرینش طبقه هفتم بهش که هیچ که دست بهش نرسه. روح الله زم هیچ چیزی به غیر از یه انگلزاده بچه لوس و نونور آخوندی که اونم مثل نمیدونم رفیعی و اینا، چون باباش تو تلویزیون اینجا بوده، دوربین مجانی و فلان، بعدم پول و بعدم اینها، بعدم اینا با بند پوسیده خودشون میرن تو چاه. بعدم دیدید اومد نشست با فرهودی، حالا خدا میدونه فرهودی یه روزی واقعا غیرت به هم بزنه بیاد راستشو بگه. آقای بیژن فرهودی روزی چند پول میگرفتی با این برنامه میذاشتی؟ بعد بیاد بشینه این حرفا رو بزنه. حالا یه ویدیویی هست توی اون روح الله زم میگه که اینا این گاز و سم و اینا نه بوی اینه نه بوی اونه، دولت داره آزمایش میکنه، 3-4 سال پیش دولت داره آزمایش میکنه که بعدن اگه توی شهری دید شلوغه چی میشه، این گاز بزنه. خب آقای روح الله زم، تو که مردی خدا بیا مرزتت. آقای شادانلوی عزیز، شما از خودت سوال کن، اگه این گازی که اینا دارن میزنن توی مدرسه ها از 2-3 سال پیش زدن، چرا در اون روزها به جای ساچمه و فلان اینا نزدن به مردم؟ گرچه یه نفر یه چیز قشنگ درست کرده بود، یه کاریکاتور کشته بود نوشته بود تو یه تفنگ ساچمه‌ای دستت میزنی چش مردم، خودت کور میکنی، حالا دنیا بیاد بهت اسلحه اتمی بده؟ اینو داشته باشید. ولی از این ور دوستان یه بحثایی شد که این یک هیستریک فلانی هست، ترس و وحشت، برید راجع بهش تحقیق کنین، چندین بار تو دنیا اتفاق افتاده. شما اینا رو ول کن، خود ما با دوستامون تو مدرسه پهلوی کلاس مثلا ششم بودیم، میگفتیم آقا امروز سامی که اومد مریضش کنیم. سامی میومد، آقا چرا رنگت زرد شده؟ اون میگفت سامی چرا پیشونیت قرمز شده؟ چرا گوشت اینجوری شده؟ آقا مریض میشد، طرف مریض میشد میرفت. حالا طرف میگه نه آقا همچین چیزی نیست. میگم ببین تو از صبح تا شب بشین فوش آخوندا بده، ولی دیگه چیزای دنیا رو که تو نمیتونی اگنور کنی، نمیتونی تکذیب کنی. حالا من تا یه چیزی میگم که تو نمیتونی بگی این مامور جمهوری اسلامیه، اگه میگی آخ کر خربار پولش هم بگی بیا بده، ولی اینجوریه. میگن یه چیزایی هست، حالا از اون ورم ایران میگه این بچه ها نزدیک عیده اومدن چی میکنن؟ آقا همه اون این کار کردیم. همین آقای صادقی تعریف میکنه، میگه که میگه تفریح، بچه میگه من با خونم یه جایی بود که چیزی نبود، ولی وقتی میرفتم خونه فامیلامون برق که میرفت بلند میشدیم، چوب کبریت برمی داشتیم میرفتیم میذاشتیم کنار زنگا میشکندیمش چون برق نبود دیگه. بعد میگفت برق که میمد همه خندم گرفتم، تنها نشستم نگاه میکردم گفتم چه محله ای میشه، فکرش کن هر زنگی برق که میاد به صدا در بیاد، این بیچاره میان در باز کنن میبینن هیچ که نی، ولی این زنگ میزنه تا بخوان پیدا کنن که این چوب کرده و فلان، نه یا زنگ میسوزه یا خراب میشه اینا. این علی صادقی فکر کنم باشه. خب آلمانیش هم گفتیم. دوستان عزیز اجازه بدید من از همینجا ازتون خداحافظی کنم. دوستان ما برای 1,000,000 بار به شما میگیم در تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن، به شرطی که عقلشون کار کنه و بفهمه ما جیر و مواجب از جایی نمیگیریم، به همین خاطر نمیتونیم به شما برنامه مجانی بدیم. مثل روزنامه که اگه میری آگهی فوت باباتو میذاری، آگهی عروسی بچه‌تو میذاری، آگهی کلاس قبول شدن کلاس اولش میذاری. اکبری یه چیزی فرستاده بود یا آتیلا، طرف با معدل 10 خورد
بچهش کلاس اول با معدل ده و خورده قبول شده، عکس رفته بود گفت فکر کنم ساختنی بود. اینجا شما میتونی برنامه داشته باشی. اگه برنامه زنده بخوای که من مجبورم بشینم اینجا اینو بزنم به این برنج و بریز توش و دو شاخش بزنم به پریز، قیمتش فرق میکنه، ساعتی 100 دلاره، دو ساعت 160 دلاره. ولی اگه خودت رفتی برنامه ضبط کردی فرستادی، من با 50 دلار برات برای 20,000 نفر رو فیسبوک و روی لینکدین و روی توییتر و اینا میذارم. میخوای بیا، نمیخوای نیا. هی به منم نیا بگو آقا. طرف دیدی میگه آقا اون فروشگاه میده اینقدر، خب برو اونجا، برو اونجا. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و مردمی آگاه تر. ضمناً سهم وطن من برای فروش، بنده وطن فروش. شما اگه وطن خر هستی بیا جلو. خر هستی یا نیستی؟ از آقای مشیری احوال میپرسم، با شما صحبت میکنم. مسئول کردار رو گفتم، لاک پشت و بی خود حرف زدن رو گفتم، یوتیوب خودم رو نشان بدم رو گفتم، زم رو گفتم، تلگرام و واتساپ و اینها رو گفتم. آها، زنده بودن به شاهین گفتم فردا اگه زنده باشم برنامه میذارم. گفتم حالا که صحبت از زنده بودن اینا شد، یه برنامه هست توی فیسبوک از شما میپرسه اگه مردی فردا کی بیاد بنویسه سوربی مرد. من مثلا نوشتم دخترم، بهش مثل وکالت میدی. حالا اون اصلا قبول کرده باشه و اینم نمیدونم، ولی نمیدونم، این چیزیه که مثلا شما میتونید به دوستی که قابل اطمینان هست، به فامیل اینها این کار انجام بدی. بله، مسی بگو جاوید شا، آیا سواک بدون برنامه ظاهر شده بود؟ اون ویدیو رو ببینید، نظراتتون رو بگید. اگر موضوع یا تاپیک خوبی هست به نظر شما که میخواین دربارش صحبت کنید، با هم در اون مورد صحبت میکنیم. ولی یادتون باشه اگه شما یه چیزی گفتی ما صحبت نکردیم، فردا طلبکار نشید. این ما هستیم که به عنوان مدیر برنامه یا به عنوان ادیتور یا به عنوان هر چیزی که میگیم ما تصمیم میگیریم. دیگه نمیدونم چی بهتون بگم. بای بای، خدافظ.